خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بوده امشب مهمون خونه هاتون باشم، با عزیزترین مهمانی که در این برنامه میتونم داشته باشم، کیوان عباسی، مدیریت شبکه من و تو. آی عباسی خیلی خوش اومدین. بالاخره بعد از این همه سال بله دیگه تونستی این کار رو انجام بدی و منم خیلی ممنونم که این بخت رو به من دادی. البته خیلی عجیبه، من معمولا اون ور نشستم، بله. شب دارم نگاه میکنم، ولی خب اینجا نشستم. من به بچه‌ها بیننده‌هامون که میگفتم یکی از بیننده‌های پرپاقرص این برنامه خود کیوان، اگر پیامی دارید میشنوه شاید واقعا باورشون نمیشد، اما هر شب برنامه رو محکم پیگیری میکرد کیوان و خوشحالم که امشب اینجا دارمتون. خیلی ممنون، مرسی. این چند شب واقعا بچه‌ها سنگ تمام گذاشتن، من هر شب شنیدم چیا گفتن، واقعا به همشون مدیونم، به خود تو. روزای سختی بوده این چند هفته، شاید این چند ماه اخیر، ولی طبق معمول شماها مثل شیر اونجا وایسادید و این کشتی رو بردین جلو. شاید از همیشه هم بهتر. ما پشت اون به یه جای گرم بوده که تونستیم کار بکنیم. اون پشت گرمی هم نامش کیوان عباسی و مرجان عباسی هستن که هر دو عزیز به شدت به ما محبت کردید، حال دادید، هوامونو داشتید، دمتون گرم. حالا اینجا نمیخوام برای هم دیگه تعارف بکنیم و از اون چیزایی که خود مردم میدونن بگم. شما باید منو به چالش بکشید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. آقا، آخرین بخش گفتگوتون در جستجوی رویا پخش شد پیش از همین برنامه، بچه‌ها دیدن، شب سوم بود. در رابطه با گفتگو در جستجوی یک رویا اگه مطلبی هست برامون بگید و اینکه چطور اصلا تصمیم گرفتید که بیاید جلوی دوربین و این صحبت‌ها رو انجام بدید تا من برام پرسش خودمو بپرسم. خب من خیلی وقت بود که دوست داشتم بیام داستان خودم و مرجان رو بگم. دلم میخواست که مردم یه بیشتر با من آشنا بشن، چون خیلی 14 سال پیش قشنگ یادشون نمیاد و خب پیشینه منم نمیدونستن که من از کجا شروع کردم. و این برنامه خیلی کمک کرد. هم البته یه دونه پریزنتیشن من اینجا دارم برای بچه‌ای که جدید شروع میکنن و یه سلاید، و اینم از جای شروع شد که وقتی ما خواستیم لوگوی من و تو رو اشتباه نکنم 2017-2018 میخواستیم عوض بکنیم با اون شرکتی که صحبت کردیم، به ما گفتن خب یه ذره بیشتر از کمپانیتون برای ما به ما بگین. خب من یه چیزی پوتوگیدر کردم از این ویدیوهای مردم و اینا و برای اون خیلی جالب بود، و بعد دیدم که این چه خوبه که من بتونم اینو برای بچه هایی که جدید به شبکه جوین میکنن، مخصوصا سنای کمتر دارن، ممکن اون آشنایی قبلی با من و تو نشه از کجا شروع شده. خیلی این چیزها رو بیشتر بچه های خودمون از قبل میدونستن، حالا اون فیلم های بچگی رو شاید ندیده بودن، ولی خب فکر کردم این بهترین موقع است که من بتونم یه مثل مستندای قبلی خودمون یه کانتکست به داستان من و تو بگم، که این نبود که یکی بیاد در خونه منو بزنه بگه تو بیا اینجا وایسا یا مدیر بشو، مثل چیزی که اتفاقی که این روزا داره میفته. ولی این یه دریمی بود، یه رویایی بود برای من و مرجان که باور داشتیم به یه چیزی و پشتش گذاشتیم با کمال پررویی، کارایی کردیم که شاید همه مدت فکر میکردن ما دیوانه ایم. اون یارو که یه دونه بیزنس پلان داره میخواد دو تا تلویزیون واسه ایران راه بندازه، آره، واسه خودشون همه در میرفتن. ولی در اصل این موقعیت خوبی بود. فکر میکردم من هم به بچهای اینجا این کار برای اونا بعد انجام میدادم، و چون میدونم خیلی این سوالا و افشاگری ها دقیقاً همینه، ما هر جا میرفتیم کلی سوال ازم. بله، گفتم حالا دیگه هست اونجا. حالا شما دو تا گروه آدم داری، یه سری باور میکنن یه سری باور نمیکنن. در صد من سعی کردم تا جایی که میشه براشون همیشه توضیح بدم. امیدوارم در هر صورت یه شناخت بهتری از من و مرجان و این رویا و این برند من و تو داشته باشم بعد از این. نامی که روی این سه شب گفتگو گذاشتن بچه‌ها در جستجوی یک رویا، چقدر به خصوصیات کیوان، به اخلاقیات کیوان میخوره؟ چون من همیشه یادم شما میگفتی ما کار نشد نداریم، ما نمیشه اصلا تو کارمون نداریم، یه سختی ها ممکنه داشته باشه اما کار شدنیه. حالا کیوان در جستجوی یک رویا، واقعا کیوان هیچ رویایی میتونه داشته باشه یا اینکه نه همه چیزو یک ایده میبینه که میشه بهش رسید؟ ببین، بعد تلاش بکنیم. گفتن که من به هر چی میخوام برسم، خب یه ذره نایوه، نمیدونم به فارسی چی میشه، یعنی خیلی آره، یعنی دیگه خیلی زیادی چیزه، ولی بعد سعی کنی. یه اصطلاح هست میگن، بازم این متأسفانه به انگلیسی میگم، to hit the top of the tree you have to aim for the moon.
یعنی برای که به نوک درخت برسی باید ماهو نشونه بگیری. و همیشه باید اونجوری کار کنی، یعنی باید آرزو دوتا کانال باشه، بهترین باشه، تیم گنده باشه، پول زیاد باشه که بعد به واقعیت نزدیک بشی و بعد دوباره بسازی. مهم اینه که نشون بدی که میتونی کار بکنی و هرچی تلاش کنی. من باور دارم که آدم های هستن که اون تلاش رو میبینن و ای بهت بیشتر بها میدن دیگه که بتونی این کار انجام بدی. آقا شما، من کیوان رو آقا صدا میکنم، دلیل داره. اول بهش گفتم آقای عباسی، یه بار من کشید که من گفتش به من نگو آقای عباسی، من احساس میکنم سنم خیلی بالاتر از شماست. گفتم خب کیوان خالی هم که نمیشه، گفت عباسی شدشتم آقاشو نگردشتم و این اصلا شد تیک کلام من در رابطه با کیوان. آقا مدیریت موفق ترین تلویزیون فارسی زبان رو در 14 سال گذشته داشتی، ولی این نخستین باره که جلوی دوربینش میای میشینی و صحبت میکنی، چرا زودتر نیومدی؟ خب این کار من جلوی دوربین نیست، این کار شماست. چون اگه من بخوام بیام بشینم الان، من این برنامه که داره تدوین میشد، خب هم بچه ها استرس داشتن، هم این یه جور کانفلیکت آف اینترسته، یعنی من دارم الان یه کاری انجام میدم که وقت بقیه رو میگیرم و بقیه احساس معذب میمون، باید خب سعی کنن تلاششون رو بیشتر بکنن و تو موقعیت بد میذاره. نه پدر خودم هم که تو تلویزیون آزادی بود چاق چلو دوربین نمیرفت، منم هیچ خواستی برای جلو دوربین نمیرم. احساس میکنم این یه وظیفه است که من بعد برای من و تو و بچه ها انجام بدم که امشب اینجا اومدم. البته با تلاش ها و کوشش های بنده و بسیاری از همکاران دیگه این اتفاق افتاد. همین هاشم راضی نبودی شما؟ نه درسته، بله. من خب میگم حرفه من این نیست، علیف داد برای اکسپرت ها. شما از کودکی از ایران اومدین بیرون، 10 سال 11 سال بیشتر نداشتید، از ایران اومدید بیرون، در یک فضای انگلیسی بزرگ شدید، اینجا مدرسه رفتید، اینجا تحصیل رو ادامه دادید، کلی دوستای انگلیسی داشتید برای خودتون و تونستید رابطتون رو با ایران نگه دارید و اون ایرانیت رو در خودتون نه تنها حفظ بکنید بلکه پرورشش بدید. این از کجا میاد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ فکر میکنم خانواده. تو کجا بزرگ میشی؟ مادر، پدر، کسی که دورت هستن، اون خب خیلی مهمه. من الان چند 40 خورده سال از ایران بیرونم، دوست خارجی ندارم، همه دوستام ایرانی هم. واسه همین هیچ وقت نتونستم کانکت بکنم با بیرون. یه مدت زمانم خب تو آمریکا زندگی کردم، تو انگلیس هم زندگی کردم. انگلیس یه کشوری که به من اون پناه رو داد، به من ایژوکیشن داد، هلت کیر داد. من هرچی هستم امروز به خاطر بزرگ شدن تو انگلیس هستم، ولی فکر نمی کنم یه انگلیسی هستم، هنوز فکر می کنم یه ایرانیه. شما اون موقع که از ایران اومدید بیرون با یک مشت خاطرات به شدت تلخ از ایران اومدید بیرون. مردم ریخته بودن تو خیابون، بانک‌ها رو آتیش می‌زدن، شعار می‌دادن، مملکت به هرج و مرج افتاده بود، به خونه خودتون چقدر حمله کردن. حتی تو یکی از راهپیمایی‌ها و تظاهرات که در حمایت از پادشاه فقید شما و خانواده شرکت داشتین، بهتون حمله کردن، سنگ زدن، تمام این مسائل، ولی همچنان پای ایرانی ها موندید و تو مارکت ایرانی کارتون رو دنبال کردید. از زمانی که شبکه من و تو باز شد تا به امروز، در درازای 14 سال که انقدر با ایرانی ها در ارتباط بودید، بیشتر به واسطه کاری که داشتین، چه شناختی از مردم ایران پیدا کردید؟ اون مردمی که تو ذهنتون بودن که ازشون جدا شدید، با این مردمی که پیدا کردید به واسطه شبکه من و تو، چقدر با هم فرق دارن یا چقدر شناخت بشن؟ خب هممون، هر کی که الان بیرونه، با یه خاطرهای بدی از ایران اومده بیرون متاسفانه. ولی دلیل نمیشه که ایران بده، دلیل نمیشه که همه تو ایران بدن. همه جا خوب و بد داره و مهم به نظر من اینه که برای اون چیزی که میخوای بهش برسی، برای اون چیزی که میخوای ببینی، به اون فکر بکنی. نگاتیو ها رو بذاری کنار و همیشه پازیتیو باشی. برای همون من این کنکشن رو دارم و نمیدونم چرا، چون تو مارکت میدیای ایرانی ممکنه موفق شدم از اون کانتنتی که درست کنم، یعنی که برندی که درست کنم، ولی خب فاینانشلی پروژه ها سودبر نبوده برای از بیزنس، چون خب تا موقعی که ایران قطع از بیرون و این سانسورشیپی که جمهوری اسلامی داره، شما الان در فکر کن اگر جمهوری اسلامی، اگه ایران یک کشور دموکراتیک آزاد بود بدون جمهوری اسلامی، چند تا من و تو بود؟ میتونست کم کم ده ها من و تو باشه، مثلا همین انگلیس که اصلا هر اصلا شاید بیشتر. الان چقدر امید، چند تا امید بودن، اصلا شاید کیوان جایی نداشت اونجا، چون
آدمایی هستن بسیار توان با توانایی بیشتر در خود ایران که امروز اون اپورتونتی که من و تو داریم اینجا رو ندارن و من مطمئنم دقیقه‌ای که اون اپورتونتی در اون کشور باشه ما خیلی بعد بیشتر تلاش بکنیم که همچین کاری رو بتونیم یا من بتونم اینجا بشینم یا شما بشینید اونجا بشینید و خب این برای بیننده خوبه. ولی خب بعد سوال کرد که تا موقعی که جمهوری اسلامی هست خب خیلی مشخصه همه چی کنترله، چرا بعد ساتلایت چرا ماهواره؟ اگه ما اینقدر برنامه‌ای که داریم میدیم با مردم دوریم با مردم کانکت نمی‌کنیم چرا باید پارازیت داشته باشه ماهواره؟ خب از این چیزی میترسه جمهوری اسلامی، چون میخواد کنترل کنه، چون میخواد همه شستشوی مغزی بکنه. و این پافشاری که مردم تو دیدن برنامه ها داشتن تو همین مستند گفتگو شب آخرم بهش اشاره کرد که توی تلفن کوچولو کل خانواده میشستن مثلا استیج تماشا میکردن، این چه پیامی رو به شما میداد؟ خب همون دیگه، ببین مثلا برای استیج یه استیج خطره برای جمهوری اسلامی، چون اسلامی که درون درست میکنه به روسیه میده به میده از استیج میترسه، از بفرمایید شام میترسه. بفرمایید شام چی داره توش؟ سبک زندگی، سبک زندگی چی؟ یعنی مهمونی کسی نمیره، غذای با کسی نمیخوره، تو ایران دیت نمیکنن همدیگر. خب این همش الکیه دیگه. درست. ولی جمهوری اسلامی از ترس خودش باید این کارا رو بکنه و این فقط ضعفش رو نشون میده و نشون میده چقدر از مرد با مردمش دوره و این شکاف بین مردم، یعنی ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکست خورده. حالا هی بعد سعی کنه سخت‌تر و سخت‌تر کنه این مردم به زور نگه داره، این تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ فکر نمی‌کنم زیاد دیری به پایه. آقا زمانی که شما تلویزیون مناطق رو می‌خواستید راه اندازی بکنید، اون مخاطب هدفی که در نظرتون بود چه مخاطبی بود؟ یعنی گفتید من کیو می‌خوام هدف قرار بدم؟ چه قشر آدم‌هایی خب، رو؟ پرومای من دیدی پرومو دیگه. آقا فکر کنید هم پرومای رها رو دیدی که شما بله. تلویزیون چی می‌خواید؟ همون پرومو بود که کیا بیننده تلویزیون. ما قشر بیشتر جامعه رو می‌خواستیم در واقع با هر باور و هر عقیده‌ای که هستن، ولی ما یه قشر انتلکچوال داریم، یه قشر نه من اصلا دنبال انتلکچوال و این ببین تو ایران تلویزیون چیزی که جمعی همه اکسپرینس بله. برعکس خارج که ممکنه بچه یه تلویزیون توی اتاق خودش داره یکی دیگه اون برداره، ما همه تلویزیون خانوادگی نگاه میکنیم بله. و مهم بود که تلویزیونی که ما درست میکنیم تلویزیونی باشه که محتواش همیشه هم به بچه ها میگفتم، شاید من به خودت هم گفتم هرچی که درست میکنین فکر کن داری با مادرت نگاه میکنی، فکر کن داری با عروست نگاه میکنه. سر بفرمایید چون شما اینو خیلی به طغرل میگفتید. بله، یه چیزایی بگو بله، که بله واسه همین مرجان یه استریکت بله. پروسس داشت برای حرفای طغرل بله. و بله ما سر اون مسئله با هم زیاد داشتیم. بله و خوشحالم که رد شد. بله. تمام شد. دغدغه های شما به عنوان مدیر شبکه همیشه دغدغه های کف خیابون بوده. شما همیشه ما میگفتی برای من مهم نیست ظریف چی میگه، خامنه‌ای چی گفته، اونا هدفشون چیه، برای من مهم اینه که اون صنعتگر چی میگه، اون کشاورز چی میگه، اون پاکبان چی میگه. این اولویت بندی که نظر اون دغدغه اون برای من مهمتره که انعکاس بدم تا حالا مثلا دولت مردان چی گفتن، از کجا میاد؟ سکوت کوشه. من فکر میکنم مشکل اینه که اگر ایران بودر جمهوری اسلامی این جمهوری اسلامی وجود نبود، خب اخباری که تو شب نگاه میکردی، اخبار انگلیس رو شما نگاه کنی راجب یه دزدی که شده، دو نفر که کشته شدن، سیل اومده اینه اونه، یعنی همش سیاست به اون دید نیست که آقا امروز حرف زده حتما که حتما بد باشه یا آقای ظریف، یعنی اون طبقه بندی سیاسی. و فکر میکنم اونا شاید به خاطر تلویزیونایی که الان هستن مثل حالا بی بی سی، وایس آف امریکا که درصد تلویزیون خبری هستن و باید خبر پوشش بدن توی چارچوبه به خصوصی، شاید فکر میکنم به خاطر اون دلیلی که اونا براشون مهمتره، محفرشون رو اونا مهمتره. برای من مهم بود که آدم معمولی بتونه خبری که به درد خودش میخوره، خبر بازار رو بدونه چیه تا اقتصاد رو بدونه چیه، که البته تو اون زمینه ما کار کردیم، اقتصاد به زبان ساده رو شما آوردید که مردم بیشتر متوجه exactly. و مسئله دیگر به زبان ساده سعی کردیم توضیح بدیم. دقیقاً. یه اتفاقی که تو شبکه من و تو افتاده، آقای کیوان عباسی دوست داشتنی، رئیس محترم، کارمندای خانوم در شبکه خیلی بیشتر از آقایون هستن، پستای کلیدی هم توی شبکه بیشتر دست خانوم هاست. این مهم خود به خود پیش اومده، اتفاقی بوده یا نه یه نگاه ویژه‌ای پشتش بوده؟ من واقعا به وقتی یکی میاد برای مصاحبه اینجا، نه برای مهمه چه دینی هست، نه چه سکسی هست، نه
چه درسی خونده. من اصلا رو این چیزا نگاه نمی کنم. واقعا اینجا هر کی به هر جایی رسیده به خاطر تلاش خودش بوده و خانوم ها بیشتر تلاش میکنن، ارگنایزترن، کارشون خوبه و تونستن این پستایی که تو تلویزیونه، یعنی نقشه نبوده، دستای پشت پرده نیست، کسی به من نگفته شما مثلا این یه طرز فکر جدیده، مثلا ما بعد این کارو پوش کنیم، مثل داستان سگا بعد. ما یه سریال بود گذاشتیم تو دیسکاوری چنل، لایسنس کردیم به نام داگز 101، 101 چیز بود راجع به سگ، بریدهای مختلف و 101 نژاد سگ رو معرفی کرد. این برنامه بود، من چون خودم سگ دوست دارم و بچه های اینجا سگ، یعنی اینجوری گرفته بودیم. بعد تو تلویزیون توی ایران تو روزنامه زدن که این تر جدید انگلستانی که میخواد ترویج سگ و به جای فرزند آوری شما. واقعا مزخرف، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، ولی واقعا دیگه حدی داره این حرفایی که میزنن. در صورت برای خانوما واقعا این به خاطر تلاششون بوده و من واقعا افتخار میکنم به زنای امروز. تلویزیون من و تو و دیدیم شجاعتی که زنانش داد. این پیامو ببخشید. نه 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 ببخش. این پیامو به شما داد که اگر فضا باز باشه، اگر امکانات در اختیار خانوما قرار بگیره، چه بسا بهتر از آقایون میتونن کارو پیش ببرن. خب من فکر میکنم این اگه این هم چه خانوم باشی چه آقاش فرق نمی کنه، بعد بدو فرصتو بده. و من میگه من نمیتونم بگم که خانوما بهتر از آقای، نه خانوما خیلی خوب هستن، آقایون خیلی خوب هم هستن، آقایون بد هستن، خانومای بد هم هستن. حالا من شانس آوردم اینجا که آقایون خوب دارم، خانومای خوب مدیر خوب دارم اینجا، ولی دلیل نمیشه. من فکر میکنم هر دو به هم دیگه ایکول، هیچ فرقی با هم ندارن. بسیار عالی. آقا به یه مطلبی نمیدونم شما خودتون توجه کردین یا نه، عمر تلویزیون ملی ایران، رادیو و تلویزیون ملی در ایران 13 سال بود. من و تو هم در 13 سالگی شنو به 14 سال نرسیم، 13 سال اندی داره به کار خودش پایان میده و اینو اگه بتونیم توی مقام قیاس بیاریم، فکر میکنید اینی که مردم میگن شبکه من و تو تلویزیون ملی بود برای ما، میشه این افتخار رو گرفت و مال خودمون کرد و بهش بگیم بله؟ و یا کاری که تلویزیون، رادیو و تلویزیون ملی ایران در اون 13 سال عمری که داشت نتونست انجام بده، من و تو انجامش داد؟ من دیدی که من تو برنامه هم گفتم، من اصلا به خودم، به خودمون اینطوری نگاه نمی کنم. من اصلا نمیتونم بگم من تلویزیون ملی ام، من اصلا تو جایگاهی نیستم که اینجا رو بخوام تلویزیون ملی. خب شما به خودمون اینو نگفتین، صحبت مردمه. خب من خیلی مدیون مردمم، واقعا ممنونم که اینجوری به ما نگاه میکنن و این خب یه بار روشون دوش ما سنگین تر میکنه، ولی من اصلا نمیتونم به اون فکر کنم. من فکر میکنم هنوز انقدر کار هست که آدم باید انجام بده که خیلی زوده که ما بخوایم اینطوری فکر کنیم. و شما نمیپذیرید این رو که ما تلویزیون ملی هستیم؟ نه، برای اینکه باید خیلی از خودت راضی باشی و فکر کنی که نه اصلا نه نمیتونه. حالا شاید لطف ملت انقدر زیاد هستش که این گونه میبینن. حالا در تماسا خواهیم دید بچه ها چی میگن. یه اخلاقی شما داری، ما تو برنامه راجعش صحبت کردیم غیر مستقیم، خود بیننده برنامه بودی، که هر ساعتی بیایم سر کار کیوان زودتر از ما سر کاره و شما یک جوری کار میکنی انگار یه دینی داری به یه کسی، انگار از یه ماجرای عقبی و مهم نیست چقدر کار میکنی، همیشه احساس میکنی کم بوده، همیشه احساس میکنی من همه توانمو نذاشتم، همه تلاشمو نکردم. 6 صبح میای سر کار، 12 شب میری، بعد از 12 شب تا 6 صبح که میخوای بری سر کار دوباره اون وسط مثلا 4 صبح ایمیل میدی، یه نوت میفرستی، اصلا انگار خواب نداری، ویکندا کار میکنی، از زندگی خصوصی و شخصی خودت خیلی زدی، ما همه شاهد بودیم، ماها بوده شاید به سال کشیده شما یه هالیدی نرفتی، یه تعطیلات نرفتی، هر روز تو استودیو بودی. این احساس دینی که میکنی دقیقا آقا به کیه و چرا این احساسو داری؟ به خودمه، به مرجانه، به مردمه، به بیننده هاست، به شما هاست. من احساس میکنم این شانسو من تونستم انقدر خوش شانس باشم تو زندگی که اون کاری که عاشقش بودم و خود احساس کردم که توش میتونم خوب باشم، این شانس برای من شد. مثل یه بازیکنی که الان از بچگی عاشق منچستر یونایتد بوده، حالا بهش گفتن تو میتونی بری برای تیم بازی کنی یا بری برای تیم کشورش بازی کنه، برای خب دیگه تو تمام تلاشت رو باید بکنی، یه شانسه و
از این شانس بر هر ثانیهش، هر دقیقهش، هر ساعتش. من سالها به همه شما میگفتم که خب این درصد، این یه بیزنسه که ستاپ شده و اگر همینطوری کانتینیو بکنه که پول نتونه جنریت بکنه، یه موقعی این تموم میشه. و همیشه به همه تون میگفتم، یعنی چیز جدیدی برای بچه‌ای که اینجا کار میکنه، همیشه گفتم قدر ساعت‌ها و دقیقه‌هایی که اینجا هستین رو ببینید و تمام تلاشتون رو بکنین، چون ما تنها چیزی که داریم نشون بدیم بیننده هامونن که ببین ما چه بیننده داریم. خب اوکی، درآمد مالی نداریم ولی به جاش این همه بیننده تو ایران داریم و خب ارزشش، ارزش کار ما به همونه دیگه. برای همون من احساس میکنم که من هر دقیقه و هر ثانیه میتونم یه چیز محتوای بیشتر، فکر بیشتر و با دلسوزی اینجا کار میکردم، مثل خیلی از بچه های دیگه. بچه دیگه هم هستن اینجا، حالا من اسم نمیبرم برای اینکه اینقدر زیادین نمیخوام کسی دلخور بشه، ولی شما خودت الان چند روز پشت سر هم داری کار میکنی؟ نشمردم. آره، یا خیلی ها هستن اینجا، اصلا نه من میپرسم کی میان، نه میپرسم کی میرین، همیشه اینجا هم بچه ها. بله. حالا ممکنه من با 3-4 دقیقه زودتر به اونا برسم به دفتر، ولی بچه هم همه هستن اینجا، چون هممون یه حسی داریم. یعنی ممکن بود این یه بیزنس بود وقتی شروع شد، ولی امروز اون بیزنس نیست دیگه. من درست اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، ادامه پرسش شما ازتون بپرسم. چند تا پرسش دیگه دارم، زیاد قول میدم اذیت نکنم. رفقا، همراهان همیشگی، میتونید با شماره تماس 2044-1163-26-2741 روی خط برنامه بیایید، پرسشاتون رو از کیوان عباسی بپرسید. صحبتی اگر در رابطه با 14 سال پویایی شبکه من و تو دارید بیان بکنید و با ما هم کلام بشید. تماس‌های شما همیشه زینت و دلگرمی این برنامه بوده. 2044-11-63-26-27-41 امید نقطه ای ام نشانه اسکایپ ماست که شما را از آن چه هستید به ما نزدیکتر میکنه. تا بچه‌ها بخوان زنگ بزنن روی خط بیان، من یه پرسش دیگه از شما داشته باشم. در من واسه قبلش سوال از خودم دارم. من الان اولین باری که خب توی بله یه چیزی که متوجه میشم چقدر جای تنهاییه. خیلی خودتی و خودت. آره. و چقدر کار تو سخته. یه وقتی که بغض میکنم از تنهایی آقا. واقعا مخصوصا چون کامرامنم دیگه نداره. بله. خیلی جالبه. و خودم و خودت دیگه آقا. و 40 میلیون 50 میلیون بیننده‌ای که وفادار به ما موندن 14 سال. در درازای این همه سال کار، چالش‌ها و بحران‌های گوناگونی برای شبکه پیش اومده و پشت سر گذاشتیمش. سخت‌ترین چالشی که باید ازش گذر می‌کردید و بچه‌ها رو هم به خودتون می‌کشیدید می‌آوردید کدوم بوده؟ فشار. سخت‌ترینش. فشار مهسا، دوران مهسا بود. خیلی سخت بود. کجاش خیلی اذیت میکرد؟ اخباری که میومد، ویدیوهایی که میومد، همه جاش. اینی که ما باید سعی میکردیم همه رو کاور، صدای همه باشیم، همه جاش. تغییر دادن همه چی، اون خیلی سخت بود. یه هویت جدید پیدا کردن، یه تو این شلوغی یه جا پیدا کردن، اون فشارهایی که در صد بود رو همه بچه ها خیلی سخت بود. اون فشارهایی که میگین بود میشه بهش اشاره بکنید؟ مثلا یکی از سخت‌تریناش که خیلی کیوان رو به چالش کشید و روزای سختی رو براش رقم زد کدوم بود آقا؟ خیلی زیاد بود. خیلی پررنگ‌ترینشون. همش پررنگ بود، همش سخت بود. خیلی روزایی که با مرجان واقعا تو اتاق تدوین با هم دیگه گریه می‌کردیم، چون این تصاویر از مردم که می‌دیدیم و می‌دیدی که نمیدونستیم دقیقا میخواد چی بشه و نمیدونستیم که آیا داریم به اندازه کافی کاری که دستمون برمیاد داریم انجام میدیم یا نه، و چی کار، چقدر دیگه چه کارهایی باید بکنیم، چه کاری دیگه من میتونستم بکنم که از مردم بتونم حمایت کنم، از اون اتفاقی که داره میفته بتونم حمایت کنم. دوران کرونا و کووید هم خب دوران خیلی سختی بود. ما اون موقع بیشتر از 200 نفر اینجا کار میکردن. بله. ما یک روز برنامه‌مون قطع نشد. یه دوران سختی بود، چون یه دوران مدتی یه موقع با مرجع میشستیم فکر میکردیم خب بالا چی کار باید بکنیم، اگه واقعا یکی مرجع روزای اول که کسی نمیدونست چی میشه. بله. و میگفتیم خب اگه یکی مریض شد چی کار کنیم، بعد ببندیم
بشوریم اصلا هی ما میگه اصلا خیلی سخت بود، گفتن سخته، ولی خب یه خوبی دیگه هم که داشت اون لاکداون اول خیلی بچه ها همه بزرگ شدن، یعنی یه قبل از مهسا یه اولین موقعی بود که من احساس کردم که بچه ها مچور شدن، احساس کردن که ریسپانسیبیلیتی دارن و این جوری که ما تونستیم ادپت بکنیم، خودمون رو وقف بدیم، وقف بدیم به این زودی و سعی کنیم که مردم رو شاد نگه داریم، تو خونه نگه داریم. ولی اون دوران من و مرجان هر روز میوریم سر کار، غیر از هفته اول که من شروع کردم سرفه کردن و خود ترسیده بودم، اون موقع هم تست کیت و اینا وجود نداشت که اون اول هم خبر میومد که فلانی فوت کرده، من نمیدونستم که گرفتم نگرفتم. بعد به بچه ها هم نمیخواستم بگم، با سینیر منیجرامون هم که صحبت میکردیم فکر میکردم اگه اونا فکر کنن که من مریضم ممکنه همه رو به هم بریزه. برای همین اون موقع با این زوم و این گوگل چیز ویدیو بود، هر موقع بخواستم سرفه کنم صفحه‌مو برمی‌داشتم میوت می‌کردم، ویدیو رو خاموش می‌کردم، سرفه می‌کردم، بعد دوباره میومدم. ولی همه هم می‌پرسن تو اوکی؟ حالا صورتت خیلی گرفته از ناراحتی. منم حال فکر کنم توهم بود چون موقع نگرفته بودم. درصد دوران جالبی بود. ولی بعد از اون دیگه هر روز اومدیم سر کار رو فکر می‌کنم خیلی به خوبی از اون دوران عبور کردیم. نام مرجان خانم رو آوردید، همسر با وفا و به شدت دوست داشتنی. شما همیشه در بخش خلاقیت ها، برنامه سازی ها، تو اتاق تدوین، جلسه ها و بچه ها سرگرم بودین وقتی گرفته بودی و یک نفری بودش مثل ستون فقرات که میشد بهش تکیه کرد از نظر دیسیپلین، از نظر نظم، از نظر هماهنگی ها، و اون کسی نبود جز مرجان خانم. چقدر موفقیت من و تو رو علاوه بر زحمت هایی که خودتون کشیدید سهم مرجان خانم میدونید و نقش براش میتونید در نظر بگیرید که این نقش و این حجم از کار و موفقیت متعلق به مرجان؟ من فهم میکنم بدون مرجان من نمیتونستم این کارهایی که بکنم و بکنم اصلا. مرجان همیشه همون آدمی بود که باز توی این فیلم گفتم شاید من اول بعد میومدم مصاحبه میکنم بعد فیلم رو پخش میکنم، ولی مرجان کسی بود که همیشه اون دیسپلین رو داشت، اون اموشن رو جدا میکرد از کار و سعی میکرد که ما رو جای درست نگرداره و من رو درست هدایت بکنه. چون من آدمی هم که خیلی اموشنالم، یعنی میگم زود اوکی دوست دارم، خوبه، یا این کار رو بکنیم، این گناه داره، حالا این اینجوری کنیم، اون اینجوری کنیم. ولی مرجان همیشه میتونست اون کشتی خوب هدایت کنه به جایی که باید بره. سو من چی بگم غیر از این که اگه مرجان نبود اینجا مطمئنم من اینجا نبودم. فکر میکنم یک جایی یک زمانی شما به بچه ها گفتید قهرمان زندگیتون مرجان خانم چرا اینو میگی؟ چرا به این چی شد که به این باور رسیدین که قهرمان زندگی شما اونم برای مرد ایرانی مرجان همسرتون هست؟ خب بخیر اینکه همیشه منو سپورت کرده دیگه. کسی بود که هر چقدر من ایده‌های دیوانگی داشتم یا کارهای عجیب غریب می‌خواستم بکنم همیشه میگفت بکنیم. چونم میتونست بگه نه من نمیام آمریکا. من لندنیم، تازه خونه خریدیم. منم مرجان لندن بزرگ شده. چرا بی خودی بیایم بریم اونجا؟ من دوست دارم تو میدیا باشم. مرجان اون موقع زیاد به میدیا علاقه ای نداشت. سو همیشه منو سپورت کرد دیگه. دستشون هم درد نکنم، ما خیلی سپاسگزاریم که این سپورت ها اتفاق افتاد تا بتونیم امروز اینجا با هم دیگه باشو برسیم بهش. اگر کار میدیا انجام نمیده، چون گفتید من همیشه میدیا رو دوست داشتم، این کارو دوست داشتم، من یادم تو خاطراتتون با هم دیگه که صحبت می‌کردیم شما گفتید من حتی یه مجله درست می‌کردم، عکس‌ها رو می‌بریدم می‌ذاشتم اینا، یه روزنامه دیواری تور برای خودتون از اون موقع درست می‌کرد، یعنی تو کار میدیا و خبر و اینا از همون بچگی علاقه داشتید بهش. اون فکر کنم برادرم بود، کوروش عزیز. بله من اصلا هیچ چیزی خلاقیت تو اصلا هیچ، صفر، به خدا نقاشی میدادم 14 سال. خب حالا الان نمیدونم. خب اونا رو شما انجام میدین، ببین فکرش از من ممکنه باشه. خب من کار آسون رو دارم، من میام این سی نگاه میکنم میگم این کار نمیکنه، میرم از در بیرون. ما باید بشینیم ببینیم چجوری کار میکنه. حالا کسراس، علی حمیده، تیناس، خودتی، بچه همه بچه ها میگم من سعی میکنم اسم نبرم چون واقعا فرنیس که اسم
کسی رو جا بندازم، ولی همینه، من میگم این کار نمیکنه، یا این مثلا اینجاش معنی نمیده، بقیه باید بشنن مشکل حل کنه. چقدرم خوب حل میشه واقعا؟ بله، برای اینکه خب بچه ها علاقه دارن به کارشون. بله، این هم یاد باشه، من هر چقدر همیشه هم گفتم ما اینجا استودیو بذاریم، لوگوی من تو هم بذاردم درش، این بچه ها که اینجا رو درست میکنن، این شما، این همه بچه هایی که تو این سازمان، تو این شبکه کار میکنن، این رنگ و اینا رو بهش میارن. بله، این یه ساختمونه، شما از این ساختمون بریم بیرون یه ساختمونه بهترین دوربین و استودیو اینا هم داشته باشه، خب چه کار میتونه بکنه؟ درست. خیلی ممنون که این کردیتو به ما میدید. شما یه کار مدیا انجام نمیدادین و وارد کار تلویزیون نمیشدی، فکر میکنی امروز چه پیشه‌ای داشتی، چه شغلی داشتی، چه کاری انجام میدادی؟ سخته. خب من خیلی کارهای دیگه، حالا من یه سری کار کردم، مثلا تو این فیلم هم نذاشتم، برای اینکه دیگه این من فقط بیشتر میخواستم فاکوس کنم رو کار میدیا، ولی نمیدونم، آخرین کارم آیتی بود، جهان کامپیوتر. بله، ولی مطمئنن یه کاری، یه بیزنس رو دوست داشتم برم یه چیزی بسازم از هیچی. دوست داشتم 9 تا 5 جا کار کنم، اصلا اونش وقت بورینگ بود برام. آره، پشت میز اصلا نمیشه شما رو تصور کنید. نه، اصلا سر میرم، یعنی چقدر 9 تا 5 صبح بری شب بری صبح بری شب. دوست داشتم خودم هی چالش بکنم. حالا چیکار میکردم اگه میدیا نبود؟ نمیدونم. بسیار. یه پرسش دیگه از شما دارم، بعد میخوام برم سراغ تلفن، خطمون خیلی شلوغه. و اون پرسش اینه که در درازای 14 سال پویایی من و تو، خیلی از جریان ها، خیلی از اتفاقات، خیلی از افراد سعی کردن من و تو رو زمین بزنن، سعی کردن برای من و تو جریان سازی بکنن، سعی کردن برای من و تو پاپوش، حالا به گفته خودمون، درست بکنن. نمونه بارزش این بود که یک حالت نیمچه کودتایی اتفاق افتاد، چند تا از بچه‌هایی که سالها اینجا حقوق گرفتن که کار رو یاد بگیرن، حالا یه بی اخلاقی شد، هر چیزی شد، اومدن با حقوقای بالاتر وسوسه‌شون کردن و بچه‌ها رو بردن یک شبه بدون اینکه اطلاع قبلی بدن، رفتن خونه و دیگه برنگشتن. از این نمونه ها یکی دو بار برای ما اتفاق افتاد. چطوری تونستید با این قضیه دیل بکنید و چطور رفتن این بچه و این اتفاقا و این بحران ها رو تونستید مدیریت بکنید و ازش عبور کنید؟ خب بچه ها، تو نمیتونی همیشه یه جا کار کنی تا آخر عمرت. منم برای برادرم یه مدت کار میکردم و برای برادرم کار کردم و تو این فیلم نبود، یه بار کار کردم، بعد رفتم یه کمپانی دیگه، برای خودم یه چالنج جدید میخواستم. خب رفتن اوکیه، اصلا اشکالی نداره، هممون، شما فردا ممکنه بیا بگه من یه کار بهتر پیدا کردم، 3 برابر به من پول میدن، 10 برابر پول میدن، اصلا مهم نیست، مهم نحوه رفتنه. من با خارجی یه جور دیگه برخورد میکنم، چون خیلی رو راسته. من رابرت اپریشنز دایرکتور، من یکی از کسایی که از روز اول خیلی سال با ما بود اینجا کار میکرد، خیلی نقش کلیدی هست، اصلا دیگه سوم بود اینجا دیگه، بعد از من و مرجان رابرت بود. بعد از دم سال اومد تو اتاق من نشد که من میخوام باید حرف بزنم، که من احساس میکنم که من دیگه تو این کمپانی رسیده به جایی که باید برسم و یه اپورتونتی دارم برای شرکت آی تی وی، میخوام برم کار کنم، حتی پولش یه ذره کمتره ولی فلکسیبل تره، کارش برام چالنجینگ تره، دوست دارم، اصلا میخوام برم خودم رو چالش کنم. و غیر از این که آدم به هم احترام میذاره و هنوزه هر عید به من مسیج میده، میگه من یادتون هستم، من سرتون شلوغه، شکلات میفرسته، میاد اینجا بچه ها رو میبینه، میگه من دارم رد میشم، حتی برای مهمونی کریسمس هم اومد میاد. و اینو من با خارجه، چون فکر میکنم خارجه خیلی راحت تر میتونم بیان بگن من نمیخوام دیگه، من دارم میرم، من آن هپیم، اصلا دوست ندارم اینجا کار کنم، اشکالی نداره. ولی اون نحوه رفتنی که من فکر میکنم اذیت میکنه و احتیاجم نداره، چون من همیشه قبول دارم که آدم نباید پولاشو خراب کنه. ولی چجوری با این مسئله دیل میکردم؟ بعد از یه مدت که متوجه شدم که این روند چجوری داره کار میکنه، دیگه برای من اونایی که رفتن مهم نبود، اونایی که موندن مهم شد. و اونا مهم بودن دیگه، اونایی که رفتن اصلا دیگه رفتن، good luck to them، امیدوارم موفق بشن، ولی اونایی که موندن
it's about اونایی که این هستن امروز. بسیار عالی، خیلی ممنونم، امیدوارم اذیت نکرده باشم، سر تو درد نیاورده باشم. اگر نکته خاصی شما نداری برای گفتن و بیان کردن، من برم سراغ تماس های رو. فقط وقتی آدم اینجاست کجا ساعت رو میدونه چند چقدر گذشته، ما اینجا هیچی نمیدیم، ما نه پنجره داریم نه ساعت، نه هیچ که دیگه هم نیست. ولی من اینجا میگم خدمتتون چند چندی با هم دیگه. اجازه بدید من هویدا رو از شیراز بگیرم با هم صحبت بکنیم، ببرم شیراز. بودی شیراز تا حالا آقا؟ نه نبودی. منم نبودم، شمال رفتم. منم نبودم. قسمت شو با هم بریم. متلقو متلقو. هویدای عزیزم درود بر تو، رو خط برنامه هستی، صحبتات رو میشنویم. سلام بروی ماهت. خوب هستی آقا امید؟ سپاسگزارم هویدا جان، در خدمت شما ایم. گفتن یادتون نباشید. زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای عباسی. سلام دوست عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا من به من گفتن صحبت ها رو کوتاه بکن چون که پشخطی زیاده. فقط خواستم از شما تشکر بکنم برای برنامه خوبی که تو این مدت 14 سال برای ما درست کردین و من مدیون شما هستم. به قول معروف بدهکار شما هستیم. شما خیلی با ما لطف کردین، ما رو آگاه کردین از همه چیز و امیدوارم که خدا براتون خوش بخواد، خدا به شما سلامتی بده، خودتون خانواده، همینطور بچه های خوب من تو. من مدیون شما هستم. شما لطف دارید. متشکرم هویدا جان از تماس. خیلی ممنون واقعا، مرسی. من تلاش میکنم تو لایو هم با سالومه گفتم، تلاش میکنم در حد پرسش سوالا رو بگیرم که شما پاسخ بدید، گفتگو به درازا نکشه که دست بیشتری از دوستان بتونن روی خط بیان. برای من قطع میکنم، ببخش منو جون، و همچنین شما رفقای گل و دوست داشتنی پرسشتون رو مطرح کنید. اگه پیامی دارید بگید، پاسخ کیوان عزیز رو میشنویم، میریم سراغ تماس بعدی که بچه‌ها زیاد پشت خط نمونن. تماس بعدی میثم هستش، از تهران بهمون زنگ زده. میثم جان درود بر تو، شبت آروم، رو خط برنامه هستی. درود بر شما امید عزیز، درود بر جناب آقای عباسی عزیز، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. جناب عباسی، من خضوع و فروتنی شما رو به شدت ستایش میکنم. انشالله که همیشه هر جایی دنیا که هستید در سلامت و صحت کامل باشید و همچنین همسر محترمتون با این تدبیر و خلاقیتی که توی تولیداتی که در شبکه یه مراتب اتفاق افتاد در این 14 سال واقعا برای همه ایرانی ها مظهر شادی و صمیمیت در یک خانواده بود. من اول از شما پیش از هر چیز کمال سپاس رو دارم. امیدواریم که انشالله به زودی زود، خیلی زودتر از چیزی که بتونیم فکرش رو بکنیم، در ایران در جام جم شما دوستان رو مجدد ببینیم و شبکه ملی واقعی ایران دیگه در اختیار شما باشه با این خلاقیتی که در برنامه‌تون دارید. من عرض کوتاهی دارم، میخوام در مورد کل شبکه من تو در واقع صحبتی داشته باشم که همش خصم به شما نباشه، قائل به شما نباشه، که البته شما سرآمد این شبکه هستید. به نظر من، از نظر من، شبکه من تو حکم پیام آوری داشت توی این 14 سال برای مردم ایران که اتفاقا این پیام آور مجهز به هوش مصنوعی هم بود، پیام آور دیجیتالی که تونست صدای مردم، زجر مردم، فقر و فلاکت مردم، قصه های مردم رو بشنوه به خوبی و انعکاس بده، و این انعکاس باعث شد که قسمت دیگه ای از مردم که حالا خیلی براشون مهم نبود بیدار بشن و به دیگر هم و دانششون بپیوندن و آگاهی کامل برسن. به نظر من شبکه من و تو کاری کرد که در تاریخ جاودان شد. شما ماندگار شدید جناب عباسی. شبکه شما کاری کرد که تا حالا هیچ شبکه فارسی زبانی نکرده بود و بعید میدونم بعد از شما کسی دیگه بتونه این کارو بکنه. این واقعا فروتنی شماست که میفرمایید نه اگر ما بگیم که شبکه ملی خیلی اقرارآمیز، نه واقعا اقرارآمیز نیست، واقعا شما شبکه ملی مردم هستید و آن چیزی که مردم دارن میگن به نظر من میتونه میزان باشه و چیزی که دیگران بخوان بگن، شبکه‌های دیگه حالا رقیب و همکار بخوان بگن، شما توی این بازی، توی این چالش، توی این حالا هر چی که اسمش رو بذاریم، واقعا پیروز بودید، برنده بودید، تونستید دل میلیون‌ها ایرانی رو به دست بیارید و الان هم از نظر خیلی از مردم همونجوری که این همه پیام‌ها پرمهرشون میاد، شما نمیرید، شما به پایان نمیرسه برنامه‌تون، شما در دل‌ها ماندگارید با این امید که انشالله به زودی زود شما رو در
شبکه ملی ایران داشته باشید. مرسی میسم جان. تشکر میکنم. به امید روزی که به شهر تمدن خودمون برسیم و مردم در جایگاه واقعی خودشون قرار بگیرن به لطف و همت شما عزیزان. خیلی سپاسگزارم از تماس و پیام پرمهرت. مرسی میسم جان. دیگه چی میشه گفت واقعا؟ فقط ممنونم. چی میشه گفت؟ من با خانم نازلی صحبت بکنم، ایشون هم از تهران ما تماس گرفتن. خانم نازلی درود بر شما، شبتون آروم، رو خط برنامه هستید. درود بر شما، درود به آقای عباسی و آقای عباسی عزیز و نازنین. واقعا من نمیدونم که چجوری تشکر کنم برای این 13 سال 14 سال آگاهی که شما به مردم ما دادید، به نسل زد، به دهه 60 ها. یکی از اونا خودم هم که کلا با مستندات شما خیلی آگاه شدم، کلی دیدم عوض شد به همه چیز قبل از 57. واقعا متشکرم از همه تلاشاتون. و اینکه خواستم بگم که به قول اینقدر هیجان دارم که نمیتونم صحبت کنم. به قول رمان معروف سنده شازده کوچولو، شما ما رو اهلی کردید و در این مورد یه مسئولیتی دارید در قبال ما و نمیتونید ما رو ترک کنید. واقعا من ناراحتم از این قضیه. من نمیدونم چه جوری احساسات خودم رو بیان کنم و میدونم که شبکه من و تو پایان نداره و نمیتونه که تموم بشه و من به امید اون روز زندم که شما رو داخل ایران و به عنوان تلویزیون مدیر تلویزیون ملی ایران ببینم. متشکرم خانم نازلی جان، از شما هم خیلی خیلی متشکرم. شما لطف دارید خانم، خیلی سپاسگزارم. من کاری جز انجام وظیفه نکردم و آقا من یه چیزی بگم. من مردم بیننده عزیز واقعا لطف دارن که به ما میگن تلویزیون ملی، مدیر تلویزیون ملی. من واقعا باور دارم که در خود همون تلویزیون صدا و سیما، در خود ایران انقدر آدمایی هستن که خلاقن که من باید از اونا برم یاد بگیرم. واقعا فکر میکنم که اگر همه جای درستشون باشن اون موقع است که مهمه. من و تو موقعی موفقه که با ده ها من و توی دیگه، با ده ها آدم خلاق دیگه، تلویزیون های دیگه بتونه کمپیت بکنه، رقابت کنه توی یک محیط آزاد، از رو تبلیغات، از رو جذب بیننده. و اون موقع است که تازه میتونه بگی موفقی، وقتی همه تو جای خودشون هستن. برای همون من اینو واقعا بهش باور دارم. مطمئن هستم که تو خود همون صدا سیما کسایی هستن که امروز بهشون فرصت ها رو ندادن که بتونن نشون بدن واقعیت خودشون. و اگر همه سر جاشون می بودن شاید یه اتفاقات دیگه حتی خود ایران رقم. 100% 100% خب مطمئنه. آقا میخواستم ببرم بوشهر، تماس بوشهرمون قطع شد. حالا میریم رشت با خانم فیروزه صحبت میکنیم تا بچه های بوشهر بتونن دوباره تماس بگیرن. خانم فیروزه شبتون آروم، درود بشه به روی ماهت خانم، رو خط هستین. قربونت برم. خدا نکنه. خواستم از آقای عباسی عزیز، از همین شما تشکر کنم. همه تونو دوست دارم به خاطر مستندا، به خاطر این همه سریال های خوب که سن. اصلا سطح دیداری ما رو بالاتر بردید. خیلی دوستتون دارم. میخواستم یه یادی هم بکنم از خانم آرام بلندپس که اولین سریال سیاسی رو من از ایشون دیدم از این شبکه. بله. همه تونو دوست دارم، فقط دیگه وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم. مرسی، خیلی متشکرم از تماستون. خانم نشاط از کرج رو خط برنامه هستن. خانم نشاط درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم. درود بر شما امید جان، آقای عباسی عزیز، شبتون آروم خانم. خانومشون که الان پشت صحنه هستن میدونم. من خانم نشاط پیش از این که شما صحبتتون رو دارید من بگم، من از خانم عباسی مرجان جون عزیز درخواست کردم ایشون حضور داشته باشن و ایشون خودشون با کمال خضوع و تواضع گفتن که نه، امشب شب کیوانه، کیوان باید صحبت کنه و من میخوام توجه ها پخش نشه، به حرف کیوان بیشتر گوش بدن. ایشون نیومدن اما خب من دوست داشتم تو برنامه حضور داشته. خب من از نمایندگی ایشون اینجا. من بله در خدمت این خانم نشد. ما میدونیم که همیشه یه مثالی داریم، میگن پشت سر یک مرد موفق یک بانوی خیلی محکم و استواری ایستاده که قطعا هول داده ایشونو و
در موفقیت. حالا هول که نه، اما خب حمایت کردن دیگه. بله همینطوره. بله خدا رو شکر میکنم که حالا به هر حال صحبت من با خنده و خوشی با شما آغاز شد، چون من انقدر این چند روز گریه کردم تو دیدن برنامه هاتون که دیگه واقعا حال و روز ندارم. من تازه چشمم هم عمل کردم، اصلا هم گریه برای چشمم خوب نیست، ولی خب به هر حال نمیتونستم تحمل بکنم برنامه هاتون رو ببینم و به هر حال این اشک جاری میشد خودش دیگه. ما پوزش به فهم خودم میخواستم بینندگیم رو تمام بکنم برای شما و سپاسگزاری بکنم از همه بچه ها، همه تک تک بچه ها برای همه ما ملت ایران عزیز هستن. امید آقا شما گویش پارسی رو برای ما ایرانی ها زنده کردی، من واقعا ازت سپاسگزار هستم. خود من، خواهرم، مادرم، همسرم، اینا همه کسانی هستیم که تلاش داریم میکنیم از رو دست شما نگاه بکنیم اونجوری که شما پارسی و پاس میداری و صحبت میکنی. خیلی کلمه رو از شما یاد گرفتیم، واقعا سپاسگزارم. امیدوارم که همواره پیروز و شاد و تندرست باشید آقای عباسی عزیز. و مرجان خانم، یه کاری کردیم که دیگه اصلا ما نمیتونیم برنامه دیگر نگاه بکنیم، ما رو بد عادت کردین. هنوز امیدواریم. من چند روز پیش داشتم به همسرم میگفتم که دوست دارم اون شبی که آقای عباسی هستن بهشون زنگ بزنم بگم یهو دست ما رو گرفتین بردین به یک منطقه خوب، یهو وسط یک کویر ولمون کردید. خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم، ولی امید داریم، امیدواریم که همونجور که خیلی از مردم ایران به دلشون افتاده شما توی ایران برنامه‌تون رو ادامه میدید. ایران بعد از مهسا، همه گفتن فردای بعد از مهسا تو ایران یک چیز خیلی عجیب غریبی بود که ماها تجربهش کردیم، با گوشت و پوستمون لمسش کردیم. ایران بعد از من و تو فکر میکنم یه مقدار برابره با همون حس و حال خیلی بد. برگردید، خواهش میکنم برگردید، ما رو تنها نگذارید. میدونید خانم نشاط، این میل ما نیست و این خواسته ما نیست که این اتفاق بیفته. بله. این جبر روزگاره و از اختیار خارج و من بله خیلی متاسفم. خیلی سپاسگزارم از مهر و توجهتون به ما، برنامه ها، ریاست شبکه. اما خب اینی که بچه ها میگن ما رو رها نکنید، ما راه نرفته گذاشتیم برای موندن آقا. نه خب ما هنوز داریم واقعا تلاش میکنیم راه‌های مختلف، در صورت همینطوری که انقدر همه دوست دارن شبکه رو نگاه میکنن، خب به خاطر محتوایی که ما تو این شبکه تولید میکنیم، لایسنس میکنیم از بزرگترین دیستریبیوتورهای دنیا، آخرین سریالا، یعنی واقعا بعضی وقتا این سریالایی که الان تو تلویزیون خود انگلیس نشون میده، بله، ما هم داریم به زبان فارسی نشون میدیم و ما حدود سالی 1000 ساعت برنامه لایسنس میکنیم، دوبله میکنیم، ترجمه میکنیم، غیر از برنامه که خودمون تولید میکنیم و درست میکنیم. خب اینا همه خرج داره، خرجش هم کم نیست و توی مارکتی هستیم که بسته است، یعنی اون 88 میلیون مارکت و اون تبلیغات، اون ادورتایزینگ و شرکتایی که میتونن کالاهای خودشون رو تو تلویزیون ما تبلیغ کنن، یعنی این تلویزیون الان میتونه سامسونگ باشه، سامسونگ باشه، یه شرکت ایرانی باشه. بله. چرا باید حالا سامسونگ باشه؟ بله. شرکت ایرانی هم مثلا که تولید داخلی دارن، خب این الان چرا تلویزیون نیست؟ چرا یه بیزنس نباید به یه کانال ماهواره‌ای تبلیغ بده؟ جمهوری اسلامی ترسش چیه؟ از سکات برادرز میترسه، پیکی بلایندرز ترس داده، بفرمایید شام ترس داره، منو تو پلاس سمت نو، همه چی ترس داره. فقط ما رو، فقط شبکه‌های داخلی رو ببینید، فقط دروغای ما رو نگاه کنید، فقط روزنامه‌ای که ما، چیزایی که ما میدیم رو بخونید. خب این نشون میده ضعفشه دیگه. شما قدرت دموکراسی رو در خارج میبینید، در خارج، در آمریکا، آزادی مطبوعات، آزادی، شما بیا هر کی میخوای الان نقد بکن، بگو مثلا کینگ آدم بدیه، اینجا کینگ مثلا چپه، میگه خب این نظر تو، چشاش مثلا اینجوری، هر چی مثلا، هر چی، کسی کاریت نمیتونه بکنه، اینجا آزادی، آزادی داره.
درست. شما تو ایران نمیتونی راجع به آقا بگی؟ میتونی؟ اصلا اصلا نمیشه. اصلا کی میخواد بگه؟ کجا بگه؟ به کی بگه؟ به کی بگه؟ درسته. با خانم فریبا صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن. فریبا جان درود بر تو خانم، شبت آروم، روی خط هستی. سلام امید جان، روی ماهت خانم، خسته نباشید. سپاسگزارم. من مادر یکی از جاویدنامایی هستم که شما تونستین از حقش دفاع کنید. درد تو سرم به عنوان یه مادر، خدا نکنه. زنگ زدم ازتون تشکر کنم بابت شجاعتی که ما نداشتیم و شما داشتید، چه از آقای عباسی، چه از خانمشون، که از تمام پرسنل من و تو نهایت تشکر رو دارم. خیلی شب بود میخواستم زنگ بزنم، امشب موفق شدم. امیدوارم هر کجا که هستین موفق باشین، دنیا انشالله به کام شما بچرخه انشالله، و برای ما هم یه پیروزی توی این مملکت باشه. خانم فریبا، در رابطه با از دست دادن پسرتون در راه آزادی و افتخار و قهرمانی که رقم زد، عمل کرده شبکه من و تو رو در راستای بازگو کردن فریاد خانواده های داغدار چطور ارزیابی کردید؟ آیا فکر میکنید واقعا تونستیم صدای شما باشیم اونطور که باید و شاید؟ بله، به نظر من شما تونستید این کار رو انجام بدید. میگم من یه مادر بودم ولی شجاعتش رو نداشتم اینو عنوان کنم، ولی شما تونستین دروغ این اینایی که دنبال بچه های ما گفتن و شما تونستین حقش دفاع کنید. و من به عنوان یه مادر فلاح دیدم که امشب زنگ بزنم و ازتون تشکر داشته باشم. از اینکه شبکه‌تون داره تاثیر میشه فوق العاده ناراحت هستم، ولی خب دیگه حالا جو روزگار اینجوری چرخیده، چه برای شما و چه برای ما که شما رو نداشته باشیم. به هر حال وقتتون زیاد نمیگیرم، خیلی از اینکه باهاتون صحبت کردم خوشحال شدم. ما هم انشالله که موفق بشید. سپاسگزارم از تماستون خانم فریبا. اینو بدونید ممکنه یک فرزند رو از شما گرفتن، اما تمام ما فرزندان شما هستیم و هر کار از دستمون بر بیاد براتون قطعا انجام خواهیم. خب این واقعا خیلی ممنون. من واقعا توی موقعیت نمیدونم چی بگم و من باز تشکر میکنم از خود شماها که شب و صبح تو این اتاقای تدوین کار کردین، این تماسایی که میگرفتین، این چیزایی که جمع‌آوری میکردین و اسم و نام این بچه ها رو زنده میکردین، و این به نظر من یه کار خیلی با ارزش، یه وظیفه است. که یعنی اون چیزی که میگفتم وقتی ما میشستیم با خودمون فکر میکردیم که ما چی کار دیگه میتونیم بکنیم، ما چی کار باید بکنیم. و خیلی موقع ها این استرس بود که آیا کار دیگه ای بود که من میتونستم بکنم که نکردم؟ اگر اینو میکردیم برمیکرد. یا روزی که به خودت گفتم که با برنامه رو هر شب بکنیم، خب میتونستیم نکنیم. بله، ولی ما هر شب انجام دادیم اینا. تو هم میتونستی بگی نه من هر شب نمیام اینجا اجرا کنم، نخب بخوام برم کار دارم، بخوام برم کلاب مثلا، از این حرف. یعنی میگم ما خودمون احساس مسئولیت کردیم، چون در اصل همه یه دینی احساس کردیم. خب این کشور ما است. اونی که رفت بیرون جونش داد برای شما هم رفت، برای منم رفت دیگه. اتفاقا این خیلی مهمه. بعضی وقتا همه یادمون میره که ما یه ریسپانسیبیلیتی به اون کشور، به اون، به هم دیگه داریم. این همه یادشون میره. هممون تک فکر شد. هر کی فکر خودشه. آره، فکر خودشه. همش یه بادی فکر میکنیم، تک بادی فکر میکنیم، ولی من واقعا فکر میکنم که ما باید همدیگر رو پیدا کنیم و پیدا کردیم. من فکر میکنم من و تو، من خودم رو تو من و تو پیدا کردم. چقدر جالب. همینطور که تو آزادی یه چیزی پیدا کردم تو خودم، تو تپش یه چیز دیگه پیدا کردم، تو ببین تیوی یه چیز دیگه پیدا کردم، تو من و تو هم منم جزو همین حسی که همه بیننده ها دارن به من و تو، من خودم جدا از اون نمیبینم. اون راهی که امروز ما اومدیم، این 14 سالی که امروز، 13 سالی که امروز به اینجا رسیدیم، اون حسی که بیننده های عزیز به ما دارن، منم همون حس رو باهاشون به این شبکه دارم. من این شبکه رو مال خودم نمیدونم. بله، من فقط یه کلیدی به من داده، اون حس رو دارم که این بعد ازش نگهداری کنم. و اینو تو عمل ثابت کرد. برای زمان خیزش زن زندگی آزادی تمام امکانات رو شما بسیج کردین و به بچه گفتید برید کار کنید، هر کی هر ایده‌ای داشت، پرواز بسازیم، جان باخته ها رو بیاریم، پیجمون اختصاص بدیم به گم شده، همه جوره شما امکانات دادی به ما که این کار اتفاق بیفته. وظیفه است.
سپاسگزاریم. بریم یه سر با خانم مریم صحبت بکنیم. خانم مریم درود بر شما، شبتون آروم، رو خط برنامه هستین، گفتنیاتون رو میشنویم. امید جان شبت بخیر. شبتون آروم خانم. به همچنین خیلی خوشحالم که تونستم برای بار آخر با شما صحبت بکنم. قبل از هر چیز از آقای عباسی تشکر بکنم و تبریک بگم. تبریک به خاطر وجود و شخصیت و اون قدرتی که داشتن، پشتکاری که داشتن و تونستن که اینجور وقتی که بچه ها از شما صحبت میکنن، بچه های منوتو از شما صحبت میکنن، میبینم که یک شخص خیلی قوی بودین که شما بیشتر از یک مدیر بودین، به عنوان یک برادر، به عنوان یک پدر، به عنوان شخصی که تونستین بچه ها رو به قول خودشون تو دانشگاه همراه بکنین، دانشگاه منوتو، و تونستین که واقعا بچه ها رو با این اتحاد و با این پشتکار به این مرحله برسونین. آقای عباسی، ایران و منوتو مثل یک کشتی بادبانه که بادباناش منوتو بودن و مردم ایران فقط دیدن تلویزیون و تماشا کردن یک برنامه و سرگرمی نبود، یک عادت بود. و متاسفانه ما انسان ها برده عادت هامون هستیم که این عادت ها نمیدونیم که به چه ترتیب و به چه جوری و با چی بتونیم جایگزین بکنیم. در صورت آقای عباسی، من 42 سال خارج از کشور بودم، 2 سال برگشتم. خوشبختانه یا بدبختانه 2 سال بیشتر نیست که برنامه شما رو میشناسم، ولی آنچنان معتاد شدم به این برنامه و آنچنان با لذت تماشا میکنم انگار که با خانوادم هستم. دست تبریک میگم و ممنون به خاطر تمام این زحمتایی که کشیدین و کاری که انجام دادین. کلام آخرم اینه که من تو اخبار پریشب یا دیشب شنیدم که صدا سیما بودجهش رو 3 برابر کرده و این از این موقعیتی که من و تو رد میشه. امیدوارم که با برنامه هایی که میذارن و با بودجه جدید که میذارن تماشاگرایی بیشتری داشته باشن. از مردم ایران تقاضا میکنم که همونجور که تا حالا این برنامه رو، این تلویزیون رو تحریم کردن، به همین ترتیب راهشون رو ادامه بدن. شبتون بخیر. متشکرم خانم مریم. هر جا که هستین موفق و خوشبخت باشین. سپاسگزارم. شبتون بخیر. شب بخیر. سپاسگزارم. هی بودجه زیاد میکنن و خروجیشون هم اصلا تعطیله. من اینکه از پایه خرابه دیگه. حالا به هر چقدر بودجه داشته باشه. بعد خودشون اعلام میکنن ما بیننده از دست دادیم. بعد این بودجه رو هی زیاد میکنن، سیاست ها رو باید عوض کنید، به بودجه نیست نه؟ بله دیگه، گذشت دورانی که شما فقط نور و دکور و ویدیو وول و اینا رو هی بزرگتر و بزرگتر کنید. مردم امروز نیازشون چیز دیگه است و صدا سیما نمیتونه اونو پروواید بکنه. چرا نمیتونه آقا؟ خب دلیل بنیادی چی میتونه باشه؟ به خاطر سانسورشیپ، به خاطر گایدلاین، به خاطر اینکه کسی جای درست نشسته. این همه خط قرمزی که خطای قرمزی که هست، خب اونجا همه چی خفقانه، همه چی سکریپتد، همه چی کنترله. خب ما اینو اینجا نداریم. نه اینجا محتوای برنامه‌ها رو بچه‌ها خودشون در میارن، با هم میشینیم حرف میزنیم، منم نظرمو میگم، ولی چیزی که خیلی عجیب و غریب باشه، من تا حالا نشده فکر میکنم تو این چند سال یه چیزی از یکی خواسته باشم اما بگه او ببین این خط قرمز منه. نه. مثلا پیام یه فرقه یا توی اتاق خبر ما بگیم ما این فرقه رو پیامش رو میخواییم برای نوروز پخش کنیم، خب ما هم چیکاری نمی کنیم چون کسی به ما نمیگه چیکار کن. من اگه بیامت بگم این رو تو برمیگیدیم نه من چی رو پخش کنم کیوان یعنی چی؟ من اینو من چالش میکنی. بارها پشت سرتون گفتم در درازه این همه سال که اینجا کار کردم تا حالا که به من نگفت امید اینو بگو اونو نگو، به این مطلب اشاره کن یا به اون اشاره نکن. خب اینم اتفاقا اینم موقعیت خوبیه که من اینو بگم و میدونم دوستان پای خطن، شاید ولی براشون این الان بچه‌ها میگن 15000 پشت خطی دیگه. مردم واقعا لطف دارن، انقدرم دیر وقت هست برای مردم. ببین میگن اینجا پشتش دستهای کانسپیرسی تیوری که فکر میکنن، دستهای پشت پرده هست، یه چیزی رو دارن اینا انجام میدن. خب ببین هرچی ما درست کردیم، هرچی ما خریداری کردیم، هرچی ما گفتیم رفته روی پرده تلویزیون،
یعنی دیدن، یعنی این چیز یواشکی نیست دیگه. خب بیان بگن آقا ببین من اینا رو پلا هم میذارم، میگم شماها به اینجا وصلین یا به اینه، یا حرف اینه میبرین یا حرف اونو میبرین. خب این مشخص باید باشه. بله. ببین کانالای دیگه هستن که شما قشنگ میتونید بگین خطش نه کجا دارن میگیرن. خب روند برنامه‌شون مشخصه دیگه، چی گفتن، چیکار کردن، کجا وایسادن، تو کدوم بحران کجا وایسادن، چی پخش کردن، چی نشون دادن، به چه کسایی آنتن دادن، چه کسایی رو حذف کردن. خب دیگه ببین این خیلی مشخصه، این شما اصلا این کار سختی نیست. حالا بشینی همه آی این کیه و آی اینا کجان، مگه میشه یه شخص بیاد بگه؟ خب نه، شخص اینا همش الکیه. برای همون نگاه کنین کارنامه هر کی، نگاه کنین. من اگه اسمم رو پشت هر برنامه گذاشتم جوابگوی اون برنامه و میتونم بیام ازش دفاع بکنم. برنامه هایی هم بوده که شما گفتیم میخواییم بسازید بسازید، ولی اسم رو نذارید که دیگه هم ساخته نشده. که دیگه هم ساخته نشده. خودشون فهمیدن که نباید درست کنن. ولی بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقا بریم فومن، یک جایی در استان گیلان نزدیک لاهیجان. فومن کلوچه های خیلی خوبی داره، چه جای زیبایی هم هست. فانتاستیک، عالیه. محسن از فومن به همون زنگ زده. محسن جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود به کرام بر تو امید جان، بر روی ماهت رفیق. خوبی؟ سلام و درود بر آقای عباسی. منم محسن عباسی هستم. سلام. و هم فامیلی تو بگم ایشون واقعا رادیو ملی برای سه نسل بودن، نسل زد، اپسیلون و ایکس. بله محسن جان، صدای تلویزیون رو میخوای کم بکنی یکم که ما دوباره خودمون رو نشنویم؟ بسنمش، عذر میخوام. خواهش میکنم، محبت. من فقط میخواستم بگم اگر بهم خبر میدادن مادرت خدای نکرده مرده، به اندازه ای که شما میخواین تحقیق کنین ناراحت نمیشدم. ای وای، امیدوارم که در آینده شما رو در سیستمای کانالای دیگه ببینم. و واقعا شما رادیو ملی سه نسل بودین و این نسل ایکس و ایگرگ و زد رو هوشیار کردید. من هم طولانی در خارج بودم و برگشتم اینجا که شاید بتونم از آب و خاکم دفاع کنم، ولی متاسفانه نمیشه. من بی نهایت متشکرم از تمام زحمات شما امید عزیزم و تمام خانم آقایونی که با شما کار کردن. بسیار بسیار ما رو سرحال آوردید، خوشحال شدیم و افتخار کردیم هم تو اروپا هم تو ایران. بله خیلی ممنونم، سپاسگزارم. میگم با شما بکنم، میگم با امید رفتیم تو بنبست، امید ولمون کرد رفت. خواهش میکنم ولمون نکن امید جان، فکری به حالمون بکنم. چشم. امید داشتم که با امید رفتم تو کوچه بنبست، ولم کرد رفت. چشم. حالا چرا کوچه بنبست با امید میرفتی توی اتوبان هشت بانده که بشه تخت گاز رفت؟ آقا بریم یه سر بیرون از میهن، بریم امارات، کشور همسایه. برای ایران به همون زنگ زده از امارات. برای ایران درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام، شب شما بخیر. بروی ماهت رفیق، شب تو هم آروم. خدمت شما و آقای عباسی درود میفرستم. ابتدا در خدمتی، از ازشون تشکر و قدردانی میکنم بابت تمام زحماتی که کشیدن. میخواستم از آقای عباسی یک سوالی بکنم. خواستم بدونم اگر شرایط فراهم بشه ایشون علاقمند هستن من تو رو نگه دارن یا نه. خب معلومه ما الان واقعا داریم هنوزم تلاش میکنیم و الان یه مدت زیادیه با خیلی صحبت کردیم راجع به این موضوع، با کسایی که توانایی مالی دارن، شرکت‌های بزرگ دارن، ولی خب یه مشکل اصلی، یه واقعیتی که تو مارکت ایرانی وجود داره اینی که اگه یک نفری بیاد الان یه دونه چکم بکشه برای یه مبلغ، حالا بگین چه میدونم، 10 میلیون دلار، 10 میلیون، 5 میلیون، حالا 10 میلیون، خب 5 میلیون، مثلا 5 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، میدونید این تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ چون دوباره 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه دوباره یه همچین چیزی احتیاج داره. پس باید یه فکر اساسی کرد. برای همون
من خیلی هم خوشحال میشم اگر شما طرحی دارین، ایده‌ای دارین. من با همه صحبت کردم، از یه سری خط قرمزی هست که من با همه خیلی رو راست مردم تمامیت ارضی یک پارچگی میخوان. اونا خب هست، ولی بله کاری که بتونه ساستین بکنه برای یه مدتی خیلی هم خوشحال میشم بتونم صحبت کنم. اگر یه کمپانی به شما یه پیشنهاد برای 10 سال بده چی؟ خب بستگی به کمپانیش داره، بستگی به شرایطش داره، ولی حتما میتونن شماره شما رو بچه ها خوشخط بگیرن. بله. من صحبت میکنم و ببینیم اگه بتونیم کاری بکنیم. کمپانی بریتانیایی رفیق ما. بله. پشت خطی زیاد داریم، نزدیک 15-16 هزار تماس داریم. اجازه بده من بچه های اتاق فرمان بخوام شماره تماس شما رو بگیرن که توی فرصت. بله. مناسبتر بشه این صحبت ها رو خارج خط و رو آنتن نباشیم انجام بدیم، شاید بشه به راهکاری رسید با هم دیگه. بسیار عالی، خواهش میکنم. بچه‌ها لطف کنید شماره برای شما. سپاسگزارم از تماست. لطف کنید شماره برای ایران رو یادداشت کنید که بعداً بتونیم داشته باشیم با ایشون صحبت بکنیم. با من در این فاصله با خانم فاطمه سپهری صحبت بکنم، از تهران بهمون زنگ زدن. خیلی سپاسگزارم نام خانم سپهری رو خودتون گذاشتید که ما یادآوری بکنیم به خودمون. عزیزانی داریم در بند که برای همه ما در بند هستن. خانم روی خط برنامه هستید، خیلی خوش اومدید. درود امید جان، درود به آقای عباسی عزیز. درود بشه. من بدون سلام علیک و تعارفای معمول میخوام فقط حرفمو بزنم. میدونم مردم خیلی پشت خط منتظرن، نمیخوام وقتشون رو بگیرم. حال روحی خودم هم اصلا خوب نیست. امسال تنها سالیه که دوست ندارم روز تولدم برسه، چون روز تولدم مصادف شده با روز تعطیلی من و تو. 31 جنوری هستید شما؟ بله 11 بهمن. چرا باید افراد دوست داشتنی و میهن پرست و با شخصیت و دلسوز و نابغه مثل شما رو دیگه نداشته باشیم؟ چرا نباید شبکه خوب من و تو رو که مثل یه بچه جلوی چشممون رشد کرد و ما رو از خواب قفلت اون آگاهی بیدار کرد داشته باشیم؟ آقای عباسی، آقای جنتلمن، آقای نابغه، ازتون خواهش میکنم ما رو تنها نذارید. خواهش میکنم ادامه بدید. آهای ایرانی های خارج از کشور، اونایی که ثروتمندید، اونایی که میتونید من و تو رو برای ما نگه دارید، کمک کنید این شبکه قطع نشه. نذارید صدای ما به این راحتی خاموش بشه. ما کسی رو نداریم. اگر کمک نکنید ما فردای آزادی ایران فراموش نمی کنیم که پشت ما رو خالی کردید و صدای ما که صدای من و تو بود و نذاشتید رسا و بلندتر از قبل صدای مردم ایران رو برسونه به اون جاهایی که باید برسونه. ما فراموش نمی کنیم. می دونیم که شماها به راحتی گذاشتین که این شبکه خاموش بشه. دیگه ما اون مردمی نیستیم که حافظه تاریخی ضعیف داشته باشیم. می دونیم تو سختی ها کی پشتمون وایساد، کی تنهامون نذاشت، کی ازمون حمایت کرد و کی خیلی راحت به فکر خودش و بیزینسش و اینکه داخل ایران به خطر نیفته بخواد بره ایران برگرده. اینا رو ما همه یادمون میمونه. آقای عباسی عزیز ما رو تنها نذارید. خانم سپهری خیلی سپاسگزارم از تماستون. مرسی دوست عزیز. نه ما واقعا تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. اینو بدونین که نه من نه مرجان اهل اینی که بریم هالیدی بخوایم بریم بشینیم دم ساحل نیستیم. ما کار میکنیم، دوست داریم، باور داریم و احساس میکنم امروز حتی اون مسئولیت ما بیشتر شده از قدیم. اگر 14 سال پیش این گفتم یه بیزنس بود، یه طرح تلویزیونی بود، امروز این یه برای من یه هدفه. همون جوری که تو آزادی من دوستانو میدیدم و فکر میکنم که اون هدف برای ما مهمتره و فکر میکنم برایش همه بچه‌ای که امروز در کنار ما تا الان وایستادن همه برایشون اون هدف مهمه و ما تا جایی که بتونیم همه سعی خودمونو میکنیم و امیدوارم هممون امیدواریم، همیشه باید امیدوار باشیم. بس. هیچ وقت نباید مایوس بشیم. این یه راه طولانیه و این راه بالا داره پایین داره، ولی مهم اینه که بریم، ادامه بدیم. بله. وای نستیم. حالا 31 میاد میره، هونوز کی میدونه. ما تلاشمون رو میکنیم و من مطمئنم یه برگ برنده‌ای که همه تو دستمون داریم آقا فرداست که نمیدونیم چی توشه. بله. نمیدونیم چه رنگی قراره باشه، چه شکلی باید باشه و به امید اونه که شاید بتونیم ادامه بدیم. 100%. من آقا ببرم از سیستان بلوچستان. بریم به یکی از محرومترین نقاط ایران که نباید اینجوری باشه. هادی به همون زنگ زده از سیستان و بلوچستان. هادی عزیزم
درود به تو، شبت آروم، رو خط هستی. سلام میکنم. بروی ماهت رفیق. حال شما خوبه؟ دورت بگردم، در خدمتیم. امید ازم خدمت شما که من مطالبم خیلی سریع میگم که بقیه هم بتونم بیان پشت خط. لطف میکنم. اولا اینکه که از آقای عباسی با این علم و دانش، با این گویش و با این منش خیلی خیلی تشکر میکنم از ایشون و خانمشون بابت این همه آگاهی و بابت این همه مستندهای خوبی که ساختن و بابت همه تلاشایی که تو این چند ساله برای ما کردن. و امید جان خیلی خیلی از شما متشکرم که خیلی به شخصیت من خیلی نزدیکی. متوجه هستی اون بغضت، اون دین خیامیت، اون عرضم به خدمت شما آزادگیت، اون پارسی گوییت، اون عرضم به خدمت شما که دلسوزیات برای ایران. آرزوم اینه که یه روزی وقتی هواپیما نشست امید خلیلی بیاد پاهاشو ببوسم. نزن این حرفو. همچنین شما، همچنین آقای عباسی. دوست داشتم، آرزو داشتم که یه روزی تو من و تو میتونستم کار کنم با عنوان یک دستگاه واکس، اون دم در بشینم فقط پاهاتون رو کفشاتون رو تمیز کنم. نزن این حرفو رفیق. خیلی خیلی این برنامه رو، این شبکه رو دوست داشتم از روزای اول من بودم، از اون پرومای رها بودم، همون پرومایی که من ندیدم. آره من از همون روز، از همون روز من تلویزیون ایران اصلا کلا تحریم کردم، نمیبینم، فقط شبکه من و تو شبکه اصلی ماست و واقعا شبکه ملی. جناب عباسی خیلی خیلی از شما متشکرم، خیلی ممنونم، زحمت کشیدید. لطفاً با من فقط کلام آخر میخوام بهتون بگم، ما اینجا میون یک مشت آدم بی شرف گیر کردید، شرف داشته باشید بمونید. مش سعی خودمون رو میکنم. مرسی هادی عزیزم، سپاس از تماست، ولی این موندن و نرفتن اصلا ربطی به شرفمون نداره. نه دیگه مسئله... متوجه میشم. خب بیننده ها طرفدارن، میدونی با اون کانکشن رو با شماها تونستن به وجود بیارن با این شبکه و میدونم که برای یه مدتی یه خلایی ایجاد میشه، اینو درک میکنم. فعلا که تو شبکه اجتماعی قراره که ما فعالیت همونو تو ما همچنان تا... کانال اینستاگرام، یوتیوب و اپ و وبسایتمون میمونه. بله اپمون نه، ولی یوتیوب میمونه، شبکه‌های مجازی میمونه تا در بیاریم که واقعا میخوایم چیکار بکنیم، چی کار میتونیم بکنیم. چون بعد یه فرمول جدیدی پیدا بشه، چون الان دیگه فرمول قدیمی کار نمیتونه بکنه. درست. ممنون از توضیحاتتون. بریم به خمین، با هویدا صحبت بکنیم. از خمین، شهر خمینی بود خمین بچه ها. بله آیه هویدا، درود بر شما، رو خط برنامه هستین. درود بر شما. بروی ماهت رفیق. امید جان درود به خودت. درود بر شما. خطابم به کیوان عزیزه. بله در خدمتی، میشنویم کیوان جون. سخن زیاده با شما، اما در این مجال سه جمله میبایست به حضرت عالی عرض کنم. ابتدا این که نجابت شما مثال زدنیه. دوم این که شما فردوسی الان ایران بودی تو هستید برای این مسئله زمانی ما. و سوم باید عرض کنم وقتی شما رو میبینم یاد اون سخن پادشاه آریامر میفتم که فرموده بودن همواره مقدر چنین بوده که اهریمن را در این سرزمین فروغ همیشه جاوید امکان پا گرفتن نباشد. و شما و امثال شما کیوان جون کسایی هستید که میتونید به این سخن جامعه عمل بپوشونید و من خیلی خوشحالم که آدمایی همچون شما با این همت بلند، با این پشتکار و با این بینش وسیع و حساسیتی که جناب عالی دارید تونستید این آگاهی رو به مردم الان ما برسونید. سخن پایانی، شما مصداق واقعی آن مشعل به دست در تاریکی شب می باشید. برای حضرت عالی و همسر ارجمندتان تندرستی و سرافرازی تقاضا دارم، همچنین تمامی دستاندارکاران تلویزیون من و تو. شبتون بخیر. مرسی هویدای عزیزم. من نمیدونم چی بگم، زمان کم میاره، من چی ندارم بگم. فکر میکنم خیلی people are too generous، خیلی سخاوتمندانه دارن واقعا. نمیدونم چی مهرشون رو شامل حال ما میکنه.
آقا بریم سپاهان یه سر، بریم به اصفهان عزیز. خانم شیدا از سپاهان به همون زنگ زده. خانم شیدا درود بر شما، شبتون آروم، رو خط برنامه هستین. درود بر شما امید جان عزیز و درود بر آقای عباسی و خانم مرجان. من زنگ زدم که تشکر کنم از برنامه های خوبتون و واقعا من وابسته این برنامه های شما شدم و واقعا این چند روز فقط من کارم گریه بوده و تولد منم واقعا با تعطیلی من و تو 11 بهمن. خیلی روز بدیه برای من، یعنی باید خوشحال باشم، بلاعکس فقط باید گریه بکنم. و واقعا من معتاد برنامه شما هستم و واقعا معتاد کانال شما. من به دخترام گفتم من ببندین رو تخت مثل یه معتاد ترکم بدین. آخه از وقتی که فهمیدم برنامه شما قراره جمع بشه واقعا ناراحتم، یعنی روزی نیست من گریه نکنم. خانم شیدا واقعا روزی نیست. من بگم شما زاد روزتون رو جشن بگیرید، شاد باشید و بدونید کیوان عباسی و مرجان عباسی که از هیچ من و تو درست کردن، با این همه بیننده با وفا، با حضور شما داشتن این بیننده چه اتفاقات دیگه میتونن رقم بزنن و به آینده امیدوار باشید. مرسی، سعی میکنم ولی میدونم نمیشه و نمیتونم، یعنی واقعا اون روز من اصلا نمیتونم از خونه پامو بذارم بیرون. در ضمن من اینم خدمتتون بگم خانم شیدا، روز زاد روز شما ما 10 ساعت برنامه لایف داریم با تمام امکانات و بچه‌ها در خدمتتون خواهیم بود، یعنی اصلا شما زاد روزتون رو با ما جشن بگیرید به جای اینکه قصه بخورید. اصلا اون روز که من اصلا به هیچ عنوان یک ثانیه من اصلا چشمم از روی تلویزیون من تو اصلا برداشته نمیشه، اینو بدونی و دارم لحظه شماری میکنم اون روز بشینم و پای برنامه تو من لذت ببرم از برنامه. ولی خب در قبالش این هست که گریه هم دارم من اون شب. میدونم من اون روز شما برنامه تون تموم بشه واقعا دیگه اشک منم فکر میکنم تموم میشه. امیدوارم این گونه نشه و با امید به فردا و آینده های بهتر این چپتر رو ببندیم. اینم دوستان عزیز بدونن که اول فوریه که میشه روز بعد 31 تازه کار ما شروع میشه. بله. تازه بعد واقعا فکر کنیم چی کار... یعنی اون مرحله بعدی، اون فکر بعدی و اون پروژه بعدی، اون کاری که میخوایم بعد هم بکنیم و شروع کنیم کار کردن که زودتر به یه نتیجه برسیم. پیش زمینه داریم؟ همیشه فکر زیاد هست، باید اون فرمولش در بیاد که کار کنه. این خودش بچه ها میتونه یک سخن نوید بخش باشه از جناب عباسی که از فردای 31 تازه ما میریم فکر کنیم ببینیم چه خواهیم کرد. پس یه اتفاقی میفته. کوروش به همون زنگ زده آقا. کوروش به همون زنگ زده آقا از پاسارگاد، از شیراز. کوروش جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی رفیق. درود به شما امید جان و آقای عباسی. درود به شبکه من و تو و ممنونم به خاطر همه برنامه های خوبتون. ببخشید اگه تشکر مفصلی نمیتونم بکنم چون خیلی بخسارم. ولی کوروش هستی هنوز؟ من دارمت. نه متاسفانه. بریم یه سر به کرج با خانم پریسا صحبت بکنیم. پریسا جان درود بر تو، شبت آروم، رو خط برنامه هستی خانم. سلام، شب شما بخیر. درود به شما. اجازه میخوام که شما رو که بهتون میگم امید جان، ولی اجازه میخوام که به آقای کیوان هم بگم کیوان جان، چون این 3 روز که برنامه دیدم بسیار لذت بردم از بینشی که دارن، ازشون خیلی یاد گرفتم و همه زنگ میزنن میگن که ما خیلی ناراحتیم ولی من احساس خیلی خوبی دارم، به تصمیمشون احترام میذارم و فکر میکنم که قراره یه اتفاق خیلی بزرگتری بیفته، انگار که یه ایده خیلی بزرگی توی ذهنشونه. ازشون متشکرم، از خانم مرجان و شما امیدوارم. خداحافظتون. قربان شما خانم، مختصر مفید بیننده. خوبه، چه انرژی، این همیشه خوبه، این خوشبین بودن، این انرژی داشتن، این آینده رو نگاه کردن خیلی خوبه و این تو روحیه آدم اثر میذاره، این توی اون راه. ولی شما همیشه به ما گفتی که با غم و اندوه و ناراحتی نباید به پایان نه بود. هیچ وقت هیچی رو نباید با همیشه رو پازیتیو باید تموم.
و ما باید خیلی هممون افتخار کنیم، شما، ما، خود بیننده ها، که تونستیم یه همچین چیزی رو به وجود بیاریم با کمک خود بیننده ها. ما تنها نبودیم، یه چیز، یه روابط یه طرفه نبود، این دو طرفه بود که این عزیزان امروز زنگ میزنن و این حرفایی که با هم میزنن که مثلا نمیدونم چجوری اینا رو جواب بدادم بده. میدونی که من کلاس پنجم دبستانم یه جوری رد شدم، فارسی از من خیلی بهتره، خب حالا نمیدونم چی شده، ولی من رفوزه شدم اومدم اینجا، ولی درس خونم واقعا نبودم، ولی این روابط ما به وجود آوردیم و یه فصلی با هم دیگه، یه فصلی رو که خودمون رو پیدا کردیم، بله، هویتمون رو پیدا کردیم. خب ما این رو الان پیدا کردیم، هم دیگه رو پیدا کردیم، هم فکرهای هم رو پیدا کردیم. حالا فصل بعد چیه؟ کجا میخوایم بریم؟ حالا اینا رو همه رو فهمیدیم، دیدیم، به دست آوردیم، به دست آوردیم، همدیگر رو پیدا کردیم، حالا یه چیز بهتری برای آینده میخوایم، برای آینده بچه هامون، هممون، هممون، من، مردممون، شما بتونی برگردی بری کشور خودت، همین فرصت هایی که شما ها تو مناطق تونستیم به وجود بیاریم در کشور خودمون، برای هموطنان خودمون بتونن خودشون به وجود بیارن، نه که من بیام اونجا، من بهتر از من اونجا پرن، بهتر از شما هستن، بله بیشک هستن. چرا الان اونا باید بشنن؟ ما چرا باید حسرت بخوریم که این برنامه‌ای که تو این تلویزیون، یعنی برای چیز خیلی کوچیک، که این برنامه‌هایی که ما درست می‌کنیم، خب دیگه ما نداریم، اینا رو از اینا محروم میشه. چرا؟ نه چرا باید اینطوری باشه؟ چرا کشورهای همسایه باید به جایی که دارن میرن امروز برسن؟ ما هی عقب‌تر و عقب‌تر بریم. شما زندگی ایرانیا رو نگاه کن تو منطقه، ما چرا باید اینطوری زندگی کنیم؟ تو گور بخوابیم؟ چرا؟ ممکنه سال 1979 یه سری انتخاب کردن، ولی امروز من فکر نمی‌کنم این انتخاب مردم ایران، و این دیگه این دست خارجی نیست، این دست من نیست، از شما، دست خود مردم ایران. سال 1979 میلادی رو شما شدید، که همون شورش 57، بله شورش 57. برای همون خیلی اینجا برمیگردم، ممکنه میگه آقا تو که نشستی اونجا، نمیدونم میگی چی چی اونور بیرون وایسادی می. خب من اگه دارم میگم حرفی که به نظر خودم میرسه و چیزی که من خودم برای آینده خودم میخوام، من میخوام بتونم بگم برم تو اون کشور، بتونم برم آزادانه هر کاری که دلم میخواد بکنم. شما اگر امکانش باشه برگردید ایران، خب ادامه زندگی اینجا رو ترجیح میدید یا سفر، خب، به ایران؟ خب نه، اگه من واقعا اینجا برام زندگی مهم بود، چه تو کار تلویزیون ایرانی بودم. پاسخ خیلی خوبیه، خیلی پاسخ خوبیه. آقا من سخن رو به درازا نکشم، ببرمت دوباره به سپاهان، اصفهان، با فربود صحبت بکنیم. فربود جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی، گفتنیات رو میشنویم. درود بر شما، شبت آروم رفیق، درود به تو. متشکرم، خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون، چه این همه سال پیش ما بودین، همراه ما بودی، تو کل این سختی‌ها تنهامون نذاشتین و همیشه پشت ما بودی، صادقانه بدون این چه هیچ توقعی هم داشته باشیم، و واقعا خواستم ازت تشکر کنم. قربونت برم، مرسی فرود عزیزم، سپاسگزارم از تماس پرمهرت. آقا برم بیرون مرزهای ایران سری بزنم به اسپانیا. خانم سارا به همون زنگ زدن. خانم سارا درود بر شما، رو خط برنامه هستین. سلام خدمت امید عزیز. درود به شما خانم عباسی عزیز. من نمیگم همه برنامه های من تو رو میدیدم، ولی گلچین و مستندات و خیلی از برنامه های شما رو تماشا میکردم، و اول تشکر میکنم از همگی شما، تک تک شما خیلی زحمت کشیدید، آقای عباسی ساپورت کردن، مخصوصا این سه تا مستندی که از ایشون دیدم. الان امیدوارم که مطمئنن یه راهکاری پیدا میکنم برای اینکه این شبکه دوباره سرپا بشه. همچنین میخواستم بگم باور کنید مردم ایران اگر میتونن، یعنی میتونن کمک کنن، حتی شده کم، فقط شما راهکار بدید. میدونم این یه ایده طولانی مدت میخواد، ولی راهشو پیدا میکنن که کمک کنن که این شبکه سرپا بمونه، حتی شده یه دلار دو دلار، ولی برای 6 ماه 7 ماه برنامه‌ریزی کنید، یه کاری کنید این شبکه بسته نشه. از متمولین ایرانی که اون هستن میخوام خواهش کنم کمک کنن، میتونن، میخوام که خواهش کنم کمک کنن که این شبکه سرپا بمونه. میدونین چرا؟ مردم دارن ذره ذره آگاه میشن، ما داریم آگاه میشیم، من خودم نسل شصتی ام، من خودم این چیزایی دیدم که باور کنید اینقدر این مستندای خوبو میبینم، سیستم اعصابی به هم میریزه، میگم چقدر ما دروغ بهمون گفتن، چقدر ما رو ترسوندن. و هم تشکر میکنم، هم امیدوارم که این شبکه، مطمئنم یعنی با این
مستندی از آقای عباسی رفت، 100% یه ایده دیگه تو ذهنشون هست. امیدوارم که، ولی به مردم ایران هم اعتماد کنید، به خدا کمک میکنن، هر جور شده راهشو پیدا میکنن، یه جوری کمک میکنن، میرسونن دراز مدت، یه سال، 6 ماه، هر چقدر که بخواید یه کاری میکنن خلاصه. و اونایی که دارن، اونایی که تو خارج زندگی میکنن، از نظر مالی اوکی هم. ما حتی خودم اینجا هستم، ما آبونه میدیم، ما آبونه دیگر نمیدیم، اینجا آبونه میشیم، ولی نه حالا یه ماهه، یه سال آبونه میشیم، هر جوری که هست فقط این شبکه بمونه. نمیدونم دیگه چه جوری صحبت کنم. خانم سارا پیام شفاف دارم. و رسا بود، رسید. سپاسگزارم از تماستون. من پاسخ کیوان رو میشنم در این باره. آقا شبای گذشتم که شما نبودید، خیلی از دوستان زنگ زدن گفتن اجازه بدید ما کمک کنیم، رو ما حساب کنید. و من همیشه گفتم که ما باید به منابع پایدار برسیم. توضیحات شما رو در این زمینه بشنویم. خب بله، این یه جور از حمایت از تلویزیون، یعنی یا مثلا نتفلیکس، آمازون، این آبونمان دادنه. خب ما یه چند تا مشکل هست که اینجا، من نمیگم مشکل، چالنجه که بعد اینا رو آدم بتونه ازش عبور کنه که به اون نتیجه برسه. یک، شما کل جمعیتی که دارین در ایران، 88 میلیون جمعیتی که در ایران هستن و اونا تقریبا از بیرون قطعن، یعنی از نظر پرداخت پول امکان پذیر سیستم بانک جهانی اصلا وصل نیستن. رمز ارزم به راحتی نیستش که من بتونم از اون بیام خرج بر تلویزیون در بیارم. یعنی چی؟ یعنی من رمز ارز که بیاد تو حساب بانکی، یه پروسسی رو باید فالو بکنه. اوردی این حساب بانکی وقتی اسم ایران توش میاد، 1000 تا کامپلیکیشن و مشکل توش داره، دلیل تحریمایی که بله چند بار شده. و یادمون نره که این تحریما مقصرش جمهوری اسلامیه، به خاطر رفتاری که توی منطقه، توی دنیا داره انجام میده که این تحریما وجود داره و توی با این چیز هستش. در صورت حالا این تحریما هست و بانک‌ها، بیزنس‌های خارجی حساسیت رو ایران داره. کلمه ایران که میاد، ما حساب بانکی خودمون اینجا چند بار نزدیک بود بسته شه، به خاطر همین که ایرانه، اینه، اونه. واسه همون اون خیلی چالنجه که بتونین شما این پولا رو بگیرین. ایرانی که در بیرون از ایران هستن، خب بله میشه رو اونا حساب کرد، ولی نه برای تمام بودجه که بتونین شما در بیارین. یعنی هنوز شما تبلیغات و سپانسرشیپ احتیاج دارین. وقتی من میگم سپانسرشیپ، منظورم برندهای مالتی نشنالی که بیان سپانسر بکنن. ولی خب اون برندها امروز ایران براشون مارکت نیستش. پس ما احتیاج داریم که مردم فقط به ما یه دستی بدن، دونیت کنن. همونجوری خب تلویزیون آزادی هم دونیت میکردن. اتفاقا قبل از اینکه بیای من گفتم من برای چک کنم ببینم، ما تو تلویزیون آزادی دوبار مثل تلتان داشتیم، کاری که خب تلویزیون های ماهواره‌ای اون موقع الان نمیدونم انجام میدن یا نه، انجام میدادن. مثلا ما توی اولین تلتانی که تو تلویزیون آزادی گذاشتیم، 94,000 دلار تونستیم ریز بکنیم. خب حالا اینو شما بگین 10 برابر بتونی ریز کنی اینجا، برای کارهایی که من و تو، برای اون کانتنت من و تو، اون پول جواب نمیده. پس باید کارها رو کوچیک‌تر کنی. خب کارها رو کوچیک‌تر بکنی، خب چی کار بکنی چی نکنی که هم یه جا توی مارکت تلویزیون هنوز داشته باشی، با بقیه متفاوت باشی و اون رنگ رو تو شبکه هنوز داشته باشی، چون مردم بیننده ها من و تو رو میخوان. من و تو این چیزا تعریف اون چیزاش بله دیگه. من و تو یه تصویری از چیزای مختلفه، از سکات برادرز تا نزب قانون تا برنامه امید ام تا شیار نرس تا دروغ 12 تا نوروز. بله مستند. بفرمایید چام. بفرمایید چام. گاگو باکس، ببین تی وی و و و و و اتاق خبر و اینا رو. خب وقتی با هم دیگه جمع بکنی، خب خرج هزینش میره بالا. خب اینا بعد از اینجا تامین بشه. من باید بدونم که من آخر ماه میتونم پول امید خیلیو بدم. شما اجاره باید بدی، مورگیج باید بدی، پول ماشین باید بدی. در صد باید اینا همه روی فکر و روی اصول باشه. من فکر میکنم میشه مدلای در آورد که بتونه آدم حساب بکنه روی یه مقدار از پول، ولی راههای دیگه ای باید باشه براش. بر اون راه ما داریم کار میکنیم. داریم. ثابت آروم رو خط برنامه هستی. سلام خدمت شما آقا امید. بروی ماهت رفیق. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، سالها زحماتتون. امید جان از نظر ورزشی هم شما خیلی حمایت کردید.
مخلص. یعنی من همیشه یادمه که من خودم ورزشکارم، مربی کشتیم. زنده باشی پهلوان. همیشه یادمه که خیلی خوب حمایت کردید. من میخواستم خدمت آقا کیوان عرض کنم، من لندن زندگی کردم قبلا. میتونید شما فکر کنم که حداقل 1,000,000 ایرانی توی لندن باشن، یه دایرکت دیویت یک ساله، یه کنتراکت یک ساله با ایرانیا ببندید، روزی 3-4 پوند ماهی، ببخشید معذرت میخوام، این حرفی که از دهن شما شنیدم آقا امید، شما فرمودید که یه برنامه داشتید با مویده خانوم، گفتی اگه ایرانی خارج از کشور اگه بتونن ماهی 3-4 پوند، پولی یه کافیه آقا، یه کافیه ما برای آزادی مملکتمون خیلی بیشتر از اینا میتونیم انجام بدیم. آقای عباسی عزیز، این یه ایدهیه که تو حرفای خودتون من پیدا کردم، خیلی جالبه. 1,000,000 ایرانی با دل و جون برای آزادی مملکتشون یه دایرکت دیویت رو حسابشون میذارن. من تو لندن میگم زندگی کردم، میدونم چجوری باید زندگی کرد اونجا. پول یه کافیه، فقط یه کافیه، مردم با دل و جون این کارو میکنن آقا. این یه ایده ایه. بعد شبکه شما آقای عباسی، یه لحظه ببخش آقا میده، میخوام زیاد طولانی بشه، ولی آقای عباسی شبکه شما اولین شبکه تو دنیا میشه که از طریق اپوزیسیون مردم خارج از کشور حمایت میشه، شبکه مردمیه، هیچ کس نمیخواد شما رو ساپورت کنه، همین مردم خارج از کشور که امید به آزادی دارن میخوان شما کمکشون کنید. بله بله، نه درست میگین. حالا همین همونجوری که گفتم، خب اینا مدلای مختلفی که بعد روش کار کرد و دید واقعا 1,000,000 هستن که 2 پوند یا 3 پوند بخوام بدن، و اینو مطمئن باشین که این ادامه داره. چطور میشه اینو فهمید آقا؟ متوجه شد که ما برای نمونه 2,000,000 ایرانی خارج از کشور داریم که ماهی 3 پوند رو میدن. خب ببین، من فهم میکنم تنها راهش اینه که ما یه، بیا اینجوری مثال بزنیم. فکر کن شما الان اجاره خونه داری یا مورگیج داری، انقدر یه سری خرج اینترنت، گاز، برق، اینا دیگه مینیمم که باید داشته باشی. بله. حالا هرچی بیشتر داشته باشی میتونی لباس خوشگلتر بخری، غذا یه مقدار باز باید داشته باشی مینیمم، ولی خب بیشتر داشته باشی میتونی غذای بهتر بخری، رستورانای بهتر بری، بیرون بری غذا بخوری، مسافرت بری، خب اون دیگه، ولی اون مینیممش رو باید داشته باشی، ولی خب پرپ مشکل اصلی داری دیگه. ببین اینجا که الان ما هستیم، خب اجاره داره، اجارهش رو پرداخته بشه. حالا میگیم بریم یه جای کوچیک‌تر، اوکی بریم یه جای کوچیک‌تر، اونم باز باید پرداخته بشه. و شما نمیتونین که، باز میگم اسکیلای مختلف هست، یعنی ما میتونیم همین این برنامه رو 24 ساعته همینجوری بشیم حرف بزنیم. خب این میشه معناتو نیست، و من فکر میکنم بیننده بیشتر انتظار بیشتری داره. من دیشب بعد کار تلفنی داشتم با شما صحبت میکردم، به من گفتی امید، امیده ما الان 2 سال من دکورشو عوض نکردم، این هزینه میخواد، چقدر دیگه میتونیم با این دکور بریم جلو؟ و اگر بخوام همینجوری ادامه بدیم دیگه معناتو نیستیم دیگه، اون رنگ رو دیگه، اون نوآوری رو نداریم، و این حالا تو تمام برنامه‌های دیگه هم نمود پیدا میکنه دیگه. نه درسته. و یه چیزی که خیلی مهمه که من اینجا باز بعد بگم، شما میگم این تیم خلاقی که ما ایجاد داریم، بچه‌هایی که واقعا از جنون دل کار میکنن، برنامه درست میکنن، خب اونا هم باید بتونن تو زندگیشون پیشرفت کنن. بله. هم از نظر مالی، هم از نظر کاری، هم از کریر، یعنی اون چیزی که امروز اومدن برنامه تهیه میکنن، مستند میسازن، برنامه نوروز درست میکنن، فیلم سینمای میوزیکال درست میکنن، دلشون میخواد که بتونن چالنجای بیشتر داشته باشن. و اون احتیاج به چی داره؟ احتیاج به بودجه، پول داره. بله. پس من نمیخوام عقب برم، من میخوام جلو برم. منم میخوام کارمندام باید زندگیشون بهتر بشه. البته تا یه حدی من فکر میکنم امروز دید بچه‌هام فرق کرده. بچه‌هایی که البته اینجا هستن، با من با ما دارن کار میکنن. فکر میکنم همه دارن با یه دید دیگه نگاه میکنن. بله. یه هدف دیگه. من اون اولش که وقتی من با بچه ها صحبت کردم، خیلی اومدن تو تا گفتن آقا من حاضرم پول نگیرم، یه مدت اینجا کار کنم پول نگیرم، کمتر بگیرم. ولی خب اونم باز میگی تا کی؟ من 6 ماه نگیرم پول، بعد هم همه زندگی شد. واسه همین بعد روش کار کرد، یعنی بعد اون بیسیک رو داشته باشیم و بعد سعی کنیم بیننده ها رو بیاریم شریک خود این تلویزیون بکنیم، یعنی احساس کنن که خودشون دارن تو اون محتوای سهمی دارن.
که اگه ما میخواییم الان بیایم یه سری برنامه کودک درست بکنیم، که من همیشه دوست داشتم برنامه کودک درست کنم، این اتفاقی که پرسشا بود، ولی سخت بود، همه بچه ها از من میخواستن فیلم لایسنس کنیم، چون ببین ما یه درصد برنامه کودک در خارجی جور دیگه کار میکنه، خیلی از دیستریبیوتورهای بزرگ هستن که اصلا برنامه های کودکی که دارن میدن به خاطر اون مرچندایزینگشه. حالا من نمیدونم مرچندایزینگ به فارسی چیه، فروشی که داره، تجارتی که ازش میتونه بکنه، اون کیف بچه است، اون عروسکشه، اون شونه است، اون کارتون باربی پخش میشه، اون چیزای دور و برش، یعنی شما کارتون باربی رو خیلی ارزون، حالا باربی اگزمپل، من باربی نمیدونم، ولی بیشتر پولی که در میاد اون شراکت توی وارد کردن اون اجناس. خب ما تو ایران نمیتونیم این کارو بکنیم، چون هم مشکل ترید مارک داری، کپی میاد، هم اصلا ما تو اون کارا نمیتونیم وارد بشیم تو ایران، چون نمیشه اصلا، مارکت بسته است. و بعد دلیل دیگه که پرهزینه میکنه برنامه بچه رو بعد تصمیم بگیری که چه سنی، دنبال چه سنی هستی، یعنی اگه داری برای بچه های مثلا 7 تا 10 سال داری برنامه لایسنس میکنی، درست میکنی، اونو فقط میدونی تو اون زمانی نشون بدی که برای 7 تا 10 سال ها میتونن تماشا کنن، و بعد تعدادش هم زیاد باشه، پس یعنی شما یه بودجه ای داری کنار میذاری که فقط برای بچه ها باشه. ولی میشه اینا رو مثل پی بی اس آمریکا یه پروژه درست کرد و گفت ما میخوایم بیایم یه سری برنامه درست کنیم که این اهدافشه، این کارشه. و فکر میکنم خیلی مهمه ما یادمون نره بچه‌هایی که دارن تو ایران بزرگ میشن و امروز صدا سیما تنها چیزیه که دارن بهش اکسس دارن، و تولیدی که صدا سیما برای بچه‌ها میکنه واقعا شرم‌آور، واقعا خطرناک، چیزایی که از بچگی دارن یاد میدن، چون جمهوری اسلامی دیده یه نسلی از دست داده، یه نسلی رو از دست داده و بعد بیاد دوباره تمرکز کنه به این نسل جدید کوچولوترا که بزرگشن با قهرمانای دیگه از خمینی، چون من فکر میکنم این نسل جدید دیگه خمینی نمیتونه رول مدلشون باشه. بله، برای همون اونا فوکسشون گذاشتن رو بچه ها که اونا با یه چیز دیگه بزرگ بشن. هنوز حرف از هیت، تنفر، جنگ شهادت، خونه، هیچی از عشق نیست، هیچی از ساختن نیست، و ما باید وظیفه داریم برای بچه ها کاری بکنیم، و من امیدوارم در آینده بتونیم برنامه های یا یک جوری کارهای تولید بکنیم که برای اون به اون نسل بپردازیم. امیدوارم این فرصت بهمون دست بده. ممنون از توضیحاتتون آقا. من برم شیراز با امیرعلی صحبت بکنم. امیرعلی درود بر تو، شبت آروم، رو خط هستی. درود بر تو امید جان و درود بر آقای کیوان عباسی بزرگ، به روی ماهت رفیق. آره، من سریع میگم خدمتتون، عرض کنم که آقای کیوان عباسی برای همیشه اسمش توی تاریخ کشور ما موند. من باید هم نظرم برای چهار نظر، حداقل برای چهار نسل، برای چهار نسل تو حافظه تاریخی ما موند که هیچ جوری نمیتونن با تعریف تاریخ اسمشون حذف کنن. اسمشون همون کنار آریوبرزن، کنار تمام مردای بزرگی که برای ایران تلاش کردن. و اگه یه گزارش کوتاه خدمتتون بگم، بزرگترین کاری که شما برای ما کردین، ما توی جامعه‌ای که زندگی کردیم یه خلأ خیلی بزرگ جمهوری اسلامی برای ما درست کرده بود، و اون خلأ عدم آگاهی بود، عدم آگاهی که باش انقلاب 57 اتفاق افتاد و اونا اینو نگه داشته بودن و به وسیله این داشتن به مردم حکومت می‌کردن، و شما این خلأ رو پر کردید. شما مردم ناآگاه رو به روشن فکرای جامعه وصل کردید، روشن فکرای جامعه که تنها بودن و می‌رفتن خارج از کشور، می‌رفتن فرار میکردن، مهاجرت میکردن. یه جایی پر کردن این خلا باعث شد که اونا بمونن کنار ما، مردممون هست، صدای ما باشن، کنارمون باشن، کنار ما تنبیه بشن، کنار ما کار از دست بدن، کنار ما زندانی بشن، کنار ما بچه از دست بدن. و این کار بزرگ رو شما انجام دادیم، فارغ از تمام اون سرگرمی ها، تمام اون حسای خوبی که با جوان ها، با بچه ها، با اون خلاقیتی که بچه ها انجام دادن، خلاقیتی که یه تعداد محدود جوان شما دور هم جمع کردید که اون جمهوری اسلامی با تمام بودجه‌ها و با تمام اتاق فکرها و با تمام سیاستی که داشتن جلوشون کم آوردن. واقعا خسته نباشید، این پایان کار شما نیست. شما یه کهنه سربازی هستید
که از زمان پهلوی برای ما مونده و ما همیشه کنار شما هستیم و این پایان کار نیست. متشکرم امیرعلی عزیز از این همه صحبت‌های خوب و انرژی بخش. واقعا الان فکر کنم فقط ما میتونستیم توی ایران باشیم، از تمام اون نیرو و اون توانایی که در داخل کشور خودمونه استفاده کنیم، اونا بیان به ما کمک کنن، به جای اینکه ما اینجا باشیم کار برای خارجی درست کنیم. خب ما بعد این الان تو کشور خودمون کار برای ایرانی درست بکنیم. من چیز درباره شما میتونم بگم؟ بستگی داره. یوتیوب بچه های ایرانو میری تماشا میکنی؟ کیوان خیلی میره کانال یوتیوب و یوتیوبرای تو ایران بچه‌ها رو نگاه میکنه که با این خلاقیت و امکانات کم ویدیوها رو میسازن و بارگذاری میکنه که سرگرمیش اتفاقا همینه و همیشه به ما گفته ببینیم بچه‌ها چی کار دارن میکنن، ببین چقدر خلاقیت دارن، چه کارهایی دارن انجام میدن. و واقعا اینی که داری میگی رو من دیدم، بهش باور داری که اگر ما تو ایران میبودیم با این بچهای خلاق چه میشد کرد. اصلا واقعا میگم اصلا یعنی شما یه آن فکر کنین اون روز بعد از جمهوری اسلامی، بشینین نگاه کنین که صبح اینترنتتون بلاک نیست، دنیا بهتون بازه، ویزا میتونین هر جا میخواین بگیرین بگیرین برین. قیمت ارز و دلار بود قبل از انقلاب، بود این قبل از انقلاب این واقعیت داشت، رویا نیست، خاطره است. شما میرفتی بلیت میگرفتی میومدی میرفتی فرانسه، کسی چیزی بهت با احترامم مهر بهت میزدن. چرا ما الان باید بشینیم تبلیغ مسی رو نگاه کنیم که داره تبلیغ عربستان سعودی رو میکنه؟ من مشکلی با عربستان سعودی ندارم، اونا هم دارن برای کشورشون دارن روز به روز بهتر میشن، چرا ما عقب داریم میریم؟ موقعی که ما کیش رو داشتیم کی اون دوروبر چی داشت؟ ما هیچی کم نداریم، ولی امروز مثل سکند کلاس سیتیزنیم تو اون منطقه. ما حرفمون فقط از کشتن پهباد نمیدونم موشک به این بدیم به موشک بدیم اصلا چرا؟ ما باید اصلا توی یه چیز دیگه الان حرف اولو بزنیم. ما باید توی نیروی اقتصادی اقتصاد اول منطقه رو داشته باشیم. ما چی کم داریم؟ یه جوان ایرانی امروز چرا نباید بتونه اون چیزی که میخواد بهش دست؟ چرا ما باید همه مایوس باشیم؟ چرا الان یه عده بعد زنگ میزنم مثلا تلویزیون، ما یه تلویزیونیم، تلویزیون داره بسته میشه، خب 100 تا تلویزیون دیگه هم هستن، خب چرا ما باید این حس رو داشته باشیم؟ خب به خاطر اینکه شرایطی که برامون درست کردن. خب این شرایط چجوری عوض میشه؟ من که نمیتونم چه عوض کنم شرایط، سربازه خارجی بیان عوض کنن که نه هیچ وقت خارجی اصلا پاشو نباید اون بار بذاره. آینده دست خود مردم ایرانه، نه کسی دیگه. تموم شو این نگاه به خارجی، بعد نگاه به خودمون باشه، من و تو همدیگر رو پیدا کنیم، هستیم، کم هم نیستیم، 85 میلیونیم، فقط کافیه اراده کنیم 30% 40% نافرمانی مدنی بکنن که شما با مازیار چند ماه چند روز چند ساعت را جوش حرف زدید. کار نکنن، نرن سر کار، یواش کار کنن، نشون بدن که مخالف این رژیمه دیگه، این دیگه کمترین هزینه رو داره، شاید بشه شرایطو دگرگون کرد. خب بله، خب باید بشه، خب جور دیگه چه عوض بشه؟ خب کسی که نمیگه من دیگه نمیخوام دزدی کنم میرم، من دیگه نمیخوام جیبامو پر کنم دیگه، بس من بنزین کافی دارم، وای میسن تا آخرش، وقت هم نداریم، روز به روز داریم عقب میفتیم. از بارها گفتیم ما از گذشته خودمون هم عقب موندیم، چه برسه به جهان و کشورهای منطقه و همسایه‌مون، و باید کاری کرد. متشکرم از توضیحاتتون. من ببرمت بهبهان، آقا محمد رضا از بهبهان بهمون زنگ زده. محمد رضا عزیز درود بر تو، شبت آروم، رو خط برنامه هستی. خواهش میکنم امید جان، خسته نباشین. سپاسگزارم، شما هم. خواهش میکنم امید جان، میخواستم تشکر کنم از آقای عباسی، از خودت، دیگر همکارای عزیزتون، که سپاس تشکر و لطف دارین که شما این زحمت برای ما کشیدین. واقعا ما ناراحتیم، واقعا ناراحتیم، ما هم خیلی ناراحتیم. خواهش میکنم انشاءالله بتونید تو فرصت های جدید آیا عباسی مشکلشون حل بشه. هر کاری از دست ما بر بیاد کوتاهی نداریم، تندرستی رو برای خودشون، خانم محترمشون، پرسنل عزیزتون دارم. متشکرم محمد رضای عزیز و دوست داشتنی با این همه مهر و محبت از بهبهان. آقا من یکی دو تماس بگیرم که دوستا پشت خط بودن، دوستم ندارم شما اینجا ساکت. نه اصلا من اینجا که دوستان گوش کنیم. اسی به همون زنگ زده از آبادان. اسی جان درود بر تو، شبت آروم، رو خط برنامه هستی.
اسی جان. آقا اسی سلام به روی ماهد رفیق. صدای تلویزیون رو کم میکنی اسی؟ بله بله دورت بگم. مرسی، ممنونم، زنده باش. ما در خدمتیم، برو بریم. امید جان ضمن تشکر از شما و آقای عباسی و مجموعه من و تو، بله، من در یه سوال داشتم. البته این سوال به صورت شایعه در ایران هست، بفرمایید. اونم اینه که آیا اسپانسر من و تو عربستان بوده؟ و اگر عربستان بوده، آیا به خاطر رسیدن توافق بین ایران و عربستان این به اصطلاح اسپانسر بودن قطع شده؟ وقتتون رو نمیگیرم. اگر امکان داره و درست باشه لطفا جواب بدید. بله اسی عزیزم، حتما. و من میسپرم به بفه میکنم دوست عزیزمون، اسمشون چی بود؟ اسی. اسی میکنم دوست عزیزمون اسی ما رو با یک کانال دیگه اشتباه گرفته. عربستان سعودی هیچ کانکشنی با این تلویزیون نداشته و من فکر میکنم کانال دیگه باید بیشتر جواب بده که آیا این توافقی که این اگریمنتی که شده بین این دو تا کشور فرقی روی کانتنت برنامهشون داره یا نه، من نمیدونم. ولی ما نخیر، ما اینوسترامون اصلا بود سیاسی تو کارشون هیچ وقت نبوده. خیلی متشکرم از توضیحات، امیدوارم چون شبای گذاشتم آقا اینو میپرسیدن از ما که ایران با عربستان چی کرد و از این صحبت ها. خب که... میگم اگه عربستان سعودی بوده، خب یه جا بعد شما بگین که خب این یه چیزیش ربط داره به عربستان سعودی، یه چیزی یه کاری کرده یه اینها. ببین 14 ساله این مشخصه، اینا رو اینو ببین یا اونو ببین، خب نبوده دیگه. بسیار عالی، متشکرم از توضیحتون. بریم ماه شهر با فریدون فرخزاد صحبت بکنیم از ماه شهر. فریدون شب تاروم رفیق، رو خطی. سلام، خسته نباشید. بروی ماهت، سپاسگزارم. خسته نباشید میگم به آقای عباسی و شما به خاطر این 14 سال زحمتی که کشیدیم. منم مثل آقای عباسی علی رغم اینکه ناراحت شدم، ولی خب خوشحالم که یکی از نقاط عطف این 40-50 سال اخیر بود شبکه شما تو زمینه مخصوصا آگاهی. همین که مردمی که خیلی دغدغه دارن، یکی از دغدغه اصلیشون شده رفتن شبکه شما، این نشون میده که خیلی آگاه شدن و این آگاهی و بیشترش رو از شما دارن. من خودم با مستندای شما بود که با خیلی از مشاهیر گذشتمون آشنا شدم، آقای هویدا، آقای فرخزاد، آقای بختیار و شاهنشاه فقید. خیلی خوشحالم که تو این دوره‌ای که حالا ما همش اخبار نامیتونه میشنویم، یه برهی یه جرقه‌ای بود خیلی بزرگ، 14 سال هم طول کشید و یه نقطه عطف بود توی 40-50 سال اخیر برای ما. و این جای خوشحالی داره که در کنار مردم این اتفاق با شما افتاد برای ایران. فریدون تو صدات خیلی جوونه، خیلی صدای جوونی داری. چند سالت رفیق؟ من 39 سالم. 39 سالته. شبکه رو از روز نخست دنبال میکردی؟ بله بله بسیار. یه جوری هم هست شبکتون که متاسفانه که میگم، حالا متاسفانه از این موقعی که داره قطع میشه که نمیشد چیزهای دیگر نگاه کرد، یعنی ذائقه مردم رو ارتقا دادیم از هر نظر، از تو همه زمینهای انترتینمنت همه ذائقه ما رو عوض کردیم و هیچ کس با خودش تعارف نداره. شما واقعا عالی کار کردین و من همیشه سپاسگزار شما و تیمتون و آقای عباسی هستم و اطرافیانم همینطور. فریدون جان خوشحالم که این اتفاق مثبت برای ما افتاد. مرسی فریدون جان، شما لطف دارین، خیلی ممنون. خوشحالم که ما تونستیم با این برنامه هامون یه دید دیگه ای بهش برای شما چیز کنیم. شما آینده برای خودتون و خانوادتون چجوری میبینید؟ والا حقیقت من خیلی دوست داشتم مهاجرت کنم از ایران، ولی خب هم شرایط فراهم نیست متاسفانه با این شرایط اقتصادی، و هم این که دوست ندارم دیگه از ایران برم، دوست دارم بمونیم و کشور خودمون رو بسازیم. هر چیزی هزینه ای داره، باید پرداخت بشه. بله و من خوشحالم اینو میشنوم، برای اینکه من واقعا باور دارم که دیگه بس رفتن،
اونجا مال شماست، اونجا مال شماست، مال بچه های شماست، مال بچه های آینده ایرانه و ما یه وظیفه ای داریم هر کدوممون به نحوه خودمون تو توان خودمون که بمونیم و برای اون چیزی که میخواییم به دست بیاریم برای اون آینده خودمون تلاش کنیم، نه کسی دیگه. هیچ بله. کسی برای من بله. هر چیزی بهایی داره. بله. و این و خوشحالم که میشنوم که شما اینجور فکر میکنید و مطمئنم و مطمئنم که این تلاشا به نتیجه میرسه، نتیجه میرسه، انجام میشه. مرسی رفیق از تماست. لیلا پهلوی به همون زنگ زده از کرج. لیلا جانم درود بر تو، شبت آروم، رو خط هستی خانم. درود بر امید جان عزیز و آقای عباسی. درود ماهد. امید جان من خیلی دوست داشتم که باهاتون تماس بگیرم. دقیقا من از اول انقلاب مهسا همراهتون بودم. خوشحالیم که این اتفاق امشب افتاد. اسم لیلا پهلوی رو خودم گذاشتم چون با افتخار اینو دارم که با این عزیز زادروزم توی یه روزه. به به. و خیلی خوشحالم که الان تونستم با برنامه شما تماس بگیرم. ما هم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون، از آقای عباسی با این برنامه خوبشون و از شما که این احساس و این قوت قلب رو همیشه به ما دادین. ما شبا از شما یاد گرفتیم، روزا رفتیم تو اجتماع این حرفا رو گفتیم، هر جا که رفتیم گفتیم، هر چی که از شما یاد گرفتیم سعی کردیم بگیم، به همه آگاهی سازی کنیم. ما تازه راه رفتن و شجاعتمون زیاد شده بود، راه رفتن یاد گرفته بودیم، دوست نداشتیم توی این مقطع از شما جدا بشیم، ولی بهتون قول میدیم هر کدوم هر چقدر که یاد گرفتیم از شما به تنهایی من و تو باشیم تو دل این اجتماع، تو دل این ایران وای میستیم، میجنگیم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. اینو به شما قول میدم. زنده باد. من دو تا پسر دارم، این شجاعت رو به اونا میدم. هر وقت که رفتم پسرام کنارم بودن، همیشه خودم جلو واسادم، اونا پشت سرم، اعتراض کردم بازم میکنم، رو حرفم هم هستم، از هیچ کسم نمیترسم. پاینده ایران و ایرانی جاوید شاه تا ابد. زنده باد خانم، زنده باد. سپاسگزارم از تماس پرمهرتون. آقا من یه تماس دیگه بگیرم با همدیگه صحبت بکنیم. خانم آفاق به همون زنگ زدن از تهران. خانم آفاق درود بر شما، شبتون آروم. آقا خسته که نشدی؟ نه من اتفاق خیلی هم خوشم. خانم آفاق شبتون آروم، رو خط برنامه هستین. قربونتون برم. امید جان من قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم خواستم از جاوید نام محمد حسینی این اجازه رو بگیرم که اینجا خودم رو خواهر ایشون معرفی کنم با افتخار، اگه این سعادت رو ایشون به من بدن. همشون خواهران و برادران ما بودن که در راه آزادی جان شیرینشون رو فدا کردن. بله دقیقا همینطور هستش. امید جان نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. اول از همه به چیز ادب و بزرگی که یاد ما ایرانی‌ها دادن میخواستم یه درودی عرض بکنم خدمت آقای عباسی. واقعا امید از ته دل میگم حس کردم، یعنی انقدر آقای عباسی لول بالا، انقدر با شخصیت هستن، یعنی من واقعا الان به خانواده گفتم، گفتم آقای عباسی تو سن کم از ایران خارج شدن ولی چقدر ایرانیان، چقدر ایرونی، یه آدم میتونه چقدر ایرونی باشه و چقدر نفوذ کلام دارن، یعنی جوری که صحبت میکنن اگه ایشون مثلا تو ایران بودن، استاد دانشگاه بودن، جز بعد استادایی بودن که دانشجوها دنبالشون راه میافتادن، کلاس شلوغا، یعنی واقعا از صمیم قلب میگم. و همیشه هم بزرگترها به ما یاد دادن که و نصف شخصیت آدم ها تو زبان و کلامشون هستش و ایشون وقتی صحبت کردن انقدر صادقانه، انقدر درست، متین، با اصالت واقعا کیف کردم و بالیدم بهشون. از طرفی امید جان از شما خواستم خیلی خیلی تشکر بکنم. انقدر یعنی ما یاد گرفتیم آدم ها چقدر میتونن باحال باشن در کنار اینکه سواد داشته باشن، تربیت داشته باشن، شوخی کنن با ادب. یعنی اصلا نه حالا تو این برنامه، در خیلی از برنامه هایی که اجرا کردی شوخیاتون هم همه پر ادب و خیلی چیزا. شما لطف دارید خانم. این چیزها رو ما ازتون یاد گرفتیم جدا از اون مستندای عظیم با شکوهی که واقعا زحمت کشیدن همه دست اندرکارا و
واقعا این به ما باور شد که یه کانال ایرانی درست شد. حالا ایران تو خود ایرانمون که هیچی، خارج از کشور تا حالا این ماهواره و اینا اومد، ما که اینجا هیچ دلخوشی که نداشتیم، میزدیم اون و واقعا این حس به ما میداد که آره دیگه حالا اینا اومدن یه بیزینسی و یه تبلیغی بگیرن و خلاص روز روزگار بگذره. یعنی وقتی شما این برنامه ها رو با این سختی با این بودو بودو، حالا بچه‌ها خلاص و مفید اومدن با شما در میون گذاشتن، با ما در میون گذاشتن که چیکار کردیم، چجوری بوده، چقدر تحت فشار بودیم، یعنی شما نشون دادین که چقدر این ملت ایران با ارزشن. یعنی انقدر لول ما رو شما بالا بردین که سطح برنامه ها انقدر بالا، انقدر یعنی واقعا آدم نمیدونه چی بگه. و مهمتر از همه این که حب خیلی چیزها توی کشور ما ریخته شد امید جان، با آگاهی رسانی که شماها کردین، یعنی خیلی چیزها معافی میکردیم، نباید انجام داد، نباید بشه، حالا به قول معروف که همیشه میگه خب قانون دیگه باید اینجوری باشه، ولی فهمیدیم نه، نیست این چیزها، حب خیلی چیزها ریخته شد. و من یه چیز خیلی جالبی که بعد از مهسا عزیز این اتفاق افتاد، خیلی نمیخوام طولانی بشه، ما حالا دست و شکسته توی کارهای ورزشی که هستیم، یه کلاس‌هایی ما داشتیم و دختر پسر قاطی بودن توی سالونی بود. بعد از این مسئله حجاب و اینا اومده بودن گیر داده بودن که خانوما مثلا با کلا نیان، اینجوری نشه، اگه اینجوری بشه کلاس‌ها رو ما برگزار نمی‌کنه. و کنار کلاس ما بیرون پارکی بود و ما همین مونده بودیم و خیلی جالب که آقایون بلند شدن گفتن که اگه میخواین اجرا نکنین نکنین، همه با هم میریم بیرون و میریم تو پارک تو سبزه ها میشینیم که کلاس ما استاد بیاد اونجا برگزار کنه. یعنی اینقدر که اینجوری پشت ما بودن و وقتی دیدن که اونجا آقایون هم پشت ما شده، باید این گونه باشه، هیچ کاری نداشتن و ما کلاسمون برگزار شد. همه اینها میخواستم بهتون بگم که یعنی واقعا دمتون گرم، کارتون عالی بوده و میگن هر اومدنی رفتنی داره، برای شما اینطوری بوده، ولی مطمئنیم که بر میگردین و با شکوه تر از چیزی که الان بودین واقعا برمیگردین. این تو باور همه ما هست، سخت یه کمی جدایی دوری، ولی خواستم فقط همین یه فرصتی باشه که ازتون بی نهایت تشکر کنم. خیلی سپاسگزارم خانم آفاق، خیلی متشکرم از تماس پرمهرتون. البته آیه عباسی باید پاسخ، من فقط به نوبه خودم همینقدر بگم که اگر آقایونی همچین اتفاقی رو رقم زدن وظیفه‌شون بوده و تازه برگشتیم به اون جایی که باید میبودیم از اول. ما باید پشت خانوما میایستادیم، باید این گونه حمایت میکردیم، یه مقدار کوتاهی کردیم، یه مقدار دیر شد، ببخشید. امیدوارم ادامه دار باشه و بیش باد واقعا. آیه عباسی من تو کمپلیتش کردی، بعد چی بگم؟ تو انقدر خوب اینا رو تعریف میکنی، شما لطف داری، برای همون بیشتر تو باید اینجا باشی. من شاید هر 14 سال یه بار بیشتر اینجا نمیدونم، 14 سال یه بار با ستاره سوی. شما لطف دارین به من. آقا بریم قزوین، بریم با بهمن صحبت بکنیم. از قزوین بهمون زنگ زده. بهمن جان درود بر تو، شبت آروم. رو خط هستی رفیق. امید جان سلام، دروی ماهت، شبت آروم، خوب هستید؟ درود میفرستم بابای عباسی، همسر عزیزشون. نمیخوام زیاد وقت برنامه‌تون رو بگیرم، فقط میخوام یه شماره ای اگر میشه برای اونایی که حالا میدونم خیلی از آدم ها زنگ میزنن به شبکتون، پشت خط میمونن، یه شماره ای باشه که اونایی که میخوان راهکار اقتصادی بدن یا چیزی باشن، یه کانالی باشه که بتونن هم با شما شاید این روزها باشن. بهمن من میبینم خیلی از دوستان و همیهنان مستقیم رو فضای مجازی با خود کیوان عزیز در ارتباط هستن، پیام میدن، وایس مسیج میذارن. بله ولی چشم، تلاشمون رو. آقا راه ارتباطی چی میتونه باشه؟ ایمیل خوبه امید جان. فقط یه چیز دیگه هم میخوام بگم، خانم هم میخواست یه باهاتون صحبت کنه. خیلی از ایرانی ها هستن که اونجا میتونن کمک کنن، فقط یه راهکاری باشه که یه شماره تماسی، یه چیزی باشه که بتونن ایرانی ها اینجا، تو خودتون میدونید اتفاقا بهش فکر شده. بهمن ما صحبت های خانم گلتو که شنیدیم، از آقای عباسی خواهش میکنم بگن راه بهترین راهکار چی هستش و چگونه میتونیم در ارتباط باشیم. ممنون، از من خدا دورت بگردم، شبت آروم. خانم درود بر شما، روی خط هستین. سلام امید جان، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم
خدمت آقای عباسی عزیز. بله. من یه موضوعی رو میخواستم مطرح کنم. از همینجا من مطمئنم که یعنی سرمایه گذار و ثروتمند بزرگ خاورمیانه آقای جناب آقای برایان اعتماد برنامه شما رو قطعا میبینن، چون من تو استوریاشون بارها دیدم. و چند وقت پیش که خانم گوگوش برنامه داشتن در دبی، ایشون در صف اول نشسته بودن. من میخواستم ببینم که ایشون خانم گوگوشو میشناسن و حتی شبکه شما رو و چقدر دنبال میکنن شبکه شما رو. میخواستم از همینجا بگم اگر امشب این برنامه رو میدید، آقای برایان اعتماد، چرا واقعا شما کاری برای شبکه من و تو انجام نمیدین؟ شما که بزرگترین برج ها رو در دبی، در آمریکا، حتی در لندن دارین، اگر واقعا بخواید هزینه درآمد یک برج رو بخواید به شبکه من و تو اختصاص بدید، میدونم این توقع زیادیه، ولی برای دل ایرانی ها، شما که این همه میگین با خدا باش پادشاهی کن و نمیدونم، دوست داریم که دل ایرانی ها رو شاد کنین به هر نحوی، چقدر کمک میکنین به ایرانی ها. واقعا کمک کنی به شبکه من و تو آقای برایان اعتماد. اگر صدای من رو امشب میشنوین، ما واقعا گوهرهای نابی مثل آقای عباسی رو نباید از دست بدیم، باید نگهشون داریم، حفظ کنیم، ما باید این کار رو بکنیم. خواهش میکنم آقای برایان اعتماد، من حقیر رو اگر صدامو میشنوید، خانم، یه کاری برای شبکه من و تو کنیم لطفا. خیلی سپاسگزارم از مهر و محبتتون و این همه دلنگرونی. مرسی، خیلی ممنون. من آشنایی با این منم نمیشستم، ولی خب ببینید، درست هم نیست با اینجوری توقع داشته باشیم از همه. نمیخوام این کلمه طلبکار یعنی بدم درستی یا نه، ولی خب ایشون موفق شدن، من واقعا ایشون نمیشستم، انشاءالله همیشه موفق باشن، کارش رو ادامه بدن. ولی من باید مشکل خودم رو خودم حل بکنم. این چیزی نیست که من بندازم سر کسی دیگه، یعنی کسی دیگر رو توی از آن وجدان بدن. یعنی اون آدم باید فکر کنه که من میخوام کمک کنم. کسی که بخواد کمک کنه خب میتونه راحت منو پیدا بکنه. ما کجاییم؟ راحت میتونه منو پیدا بکنه، ما رو پیدا بکنه و برای اون هدف بیاد بخواد کمک کنه. من نمیتونم بیام به زور به یکی بگم شما باید بیای کمک کنی به مردم ایران. خب یا من یه جور دیگه کمک، من به خیریه میدم، چرا به تلویزیون بدم؟ ولی یکی بعد بخواد، یکی بعد قدم بذاره جلو که باور داشته باشه به کاری که داریم میکنیم و بخواد تا یه جوری کمک بکنه. ولی خب باز اون شخص هم شما باید در نظر بگیرید تا کی بده، چقدر بده، چقدر بده و تا کی بده، چون هیچ برگشتی امروز نیست تو این شرایط. چه برگشتی میتونه داشته باشه؟ و اون مشکل دیگه، الان مشکل الان اینه که شما هیچ لایت دی اند اف دی تانل نداری. امروز 14 سال پیش بود، 14 سال پیش مارکت وجود داشت، شما رو کاغذ میتونستی نشون بدی، ولی امروز نمیتونی چیزی نشون بدی. در رابطه با صحبتی که همسر این خانم داشتن که ما چگونه میتونیم، اگه ایده اقتصادی داریم یا راهکاری داریم، چگونه میتونیم تماس بگیریم؟ یکی از دلایلی که ما شبکه‌های مجازیمون رو نگه می‌داریم و این خب این ارتباطیه که دوست داریم هنوز با گزارشگرا، با بیننده‌های عزیز داشته باشیم و در جریان آخرین‌های من و تو بذاریمشون. امیدوارم که ما رو همینچنان دنبال کنن. فعالیت‌ها رو درصد محدود خواهد بود، چون خب ما برنامه نداریم، ولی خب تا یه حدی، تا جایی که بتونیم، صفحه ها رو زنده نگه می‌داریم. صفحه مجازی یا ایمیل شبکه که توی وبسایتمون هست، توی صفحه کانالمون خواهد بود، روی فرکانسمون برای مدتی تمام اینفورمیشنی که چجوری با ما تماس بگیرید اونجا میتونن. پس از اینکه تصویر منو تو به پایان میرسه، راهای ارتباطی رو بله روی صفحه خواهد بود. بسیار عالی، چه ایده خوبی آقا، من نمیدونستم اینو، همتون گفتم از اون کارهای کیوانی بوده. با خانم ساره صحبت بکنیم از تهران. ساره جان درود بر تو، شبت آروم، رو خط هستی. درود بر شما امید عزیز، بری ماهت خانم، و کیوان عزیز و مرجان عزیزم، درود در خدمتی. من میخواستم از شما تشکر کنم از برنامه خوبتون و تمام زحماتی که توی این 15 سال برای ما کشیدین. من آقای
کیوان عزیز رو نمیشناختم و تو این چند شب که باشون آشنا شدم واقعا به بزرگی خدا پی بردم و سعی میکنم که تمام چیزهایی که یاد گرفتم تو این چند شب رو چه در کارم چه در تربیت فرزندم به کار بگیرم. چقدر هم عالی. و مطمئنم که به بعدش فکر میکنن که چه باید بکنن، نه به خاطر ما، چون ذات درونیشون به این شکل هست و مطمئنم که اتفاقهای خوبی برامون میفته. شما دینتون رو به مردم ایران ادا کردین و الان فکر میکنم که وقتشه که ما دینمون رو به شما ادا کنیم. 15 سال شما برای ما زحمت کشیدین و الان نوبت ماست که برای شما زحمت بکشیم، برای کسانی که خونشون رو دادن برای ایرانمون و برای آزادی ما، برای مادرانی که داغدار شدن، زندانیایی که در زندان هستن و دارن شکنجه میبینن و کسانی که ازشون هیچ اسمی و هیچ نشونی نیستش. فکر میکنم واقعا دیگه وقتش رسیده که اگر مثل مستندایی که از برنامه شما میدیدم و به مادرم میگفتم که برای چی رفتین و برای چی این کارو کردین، چون من یه دهه 60 هستم، من فردا حداقل با سربلندی جواب فرزندم رو بدم. میدونم که همه ما فرزند داریم و ممنونم از آقای عباسی که امروز تو برنامه شما حتی به این نکته هم فکر کردن که چه آینده‌ای میتونن برای فرزندان ما داشته باشن و واقعا افتخار میکنن. ممنونم ازتون. سپاسگزارم از تماستون خانم. واقعا لطف دارن ایشون. همه بیننده همون. من واقعا speechless. زبان قاصره از آقا بریم بوشهر وصل شد. بریم با پریزاد صحبت بکنیم. آقا بوشهری‌ها یه خیامخونی دارن، با کلیپش میفرستم ببین جان امید، عجیب غریب خیامخونیشون، خیلی خفنه. پریزاد عزیز درود بر تو، خوش اومدی امیدیم. خانم پریزاد از بوشهر، شبت آروم خانم، بخط هستین شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای کیوان عباسی. خیلی خوشحالم که تونستم بعد از مدت باشون صحبت کنم. من از بیننده های 14 سال شما هستم. خودم از زرشک طلایی. آخه یادم اولین برنامه که از شما دیدم من زرشک طلایی امیرعلی و سالومه بودم. بله. میخواستم بگم که من خیلی خوشحالم که این دوره زندگی کردم و جز تجربه های من بود که توی زندگیم یه شبکه یوسف منو تو بود. شما واقعا به ما یاد دادید که لیاقت چشم و گوش ما خیلی بیشتر از اینه که به هر شبکه یا هر اخباری رو بخوایم ببینیم و هر شبکه رو بخوایم دنبال کنیم. خیلی از شما ممنونم. من یه پیشنهادی که داشتم نمیدونم، البته من میدونم که آقای عباسی اینقدر با نبوغ بالا هستن و اینقدر باهوشن که بهتر از تمام ما تمام این نکته رو فکر کردن و دبش، ولی نظر من اینه که برای بیننده های خارج از کشور مثل نتفلیکس که ما حالت این که هر ماه یه پولی باید آدم بده، یا دیزنی میشه برای سروری که داخل ایران هست رایگان باشه، ولی برای خارج از کشور بشه یه پولی گرفت. من به این قضیه خیلی فکر میکنم که شما شخصیت شبکه خیلی بالاتر از این که بخواید مثلا حالت این که درخواست یه پولی رو بخواید مردم بکنید، ولی اگر حالت آبان ماه باشه همه با عشق و با علاقه این کار میکنند و اون چند و شخصیت تلویزیون هم حفظ میشه. اگر به این نکته از خودم بخواید فکر کنید، فکر کنید که نه دوست ندارید از این طریق پولی گرفته بشه. شما کاملا درست میگین. این شبکه در واقعا یه نحوهی برای این آبونه دادن به شبکه تلویزیونی هستش و من کاملا با شما موافقم و این یه چیزی که ما در آینده باید بهش فکر کنیم و ببینیم ما چجوری میتونیم محتوا رو هم مجانی برای ایرانی ها در داخل ایران داشته باشیم. دقیقا چون اونها حقشون هست که بله و بتونیم، دقیقا، و چجوری ما میتونیم به قول معروف ایرانی خارج رو پشت یه پیوال بذاریم که اون محتوا رو بتونن بهش دسترسی پیدا کنن با یه هزینه‌ای که پرداخت بکنن، و بعد ما بعد دستمون بیاد که این چقدر میتونه باشه رو هم، یعنی ما چقدر ایرانیایی در خارج داریم که
هم نتفلیکس رو میخوان داشته باشن، هم آمازون رو میخوان داشته باشن، هم یوتیوبشون داشته باشن، هم حالا میخوان یه پولی هم به من و تو بدن. و من ما چقدر بعد محتوایی درست بکنیم که برای دوست هموطنای خارج از کشور اون جذابیتی رو داشته باشه که برای بیننده‌های ایرانمون داشته باشه، چون ما همیشه دیدمون ایران بوده، چون مارکتمون ایران داخل ایران بوده، یعنی دغدغه‌های ایران در ایرانی در داخل. و شما کاملا درست میگی و اینه، همش احتیاج داره به یه دوباره فکر کردن به یه نحوه جدیدی که ما بتونیم یه استراکچر، یه ساختار درست کنیم که بتونیم اینا رو همه رو با هم دیگه یه جور یه چیزی اتوش در بیاریم. در اصل حرفی که میزنین کاملا درسته و یه چیزی که در آینده سعی میکنیم اگه بتونیم مشکلای دیگر رو حل بکنیم اینم یه بهش برسیم. حتماً یه جورایی هم آقا میشه ایرانیای خارج از کشور جور هم میهنای درونمون رو بکشن به گونه ای. اونم میشه، میتونن ایرانیای خارج از کشور ایرانیای داخل رو اسپانسر کنن. بله. هر کی میتونه یک فامیل، در اصل هممون قومخیش داریم، فامیل داریم، دوست داریم، آشنا داریم و ما بتونیم آبونه برای اونا بدیم. ممکن خودمون نگاه نکنیم ولی برای اونا بدیم. ولی خب اگه اینجوری به مسئله نگاه کنیم، من و توی سابق باید خیلی عوض بشه که بتونه یه هدف داشته، یه دلیل برای بودنش باشه و اون به دغدغه کسایی که در ایرانن بیشتر باشه. حالا آیا ما بیشتر برنامه انترتینمنت درست میکنیم، تفریحی درست میکنیم، آیا بیشتر برنامه خبری، بیشتر یا مستندسازی میکنیم و اون هویت من و تو چی میشه؟ چون امروزی که من و تو باید با یه هدف کار کنه، نه با یه از یه بیزنس. بله. ممکنه دیگه بفرمای چام معنی نداشته باشه، چون بودجه‌ای که برای بفرمای چامه شاید بهتر جور دیگه خرج بشه. بله. چون ممکنه 6 تا داکیومنتری توش در بیاد یا ممکنه برنامه‌های کارن افرس توش داشته باشه. برای همون اینا همش احتیاج داره به یه نگاه دیگه. این دوستمون هنوز هستن یا نه؟ پریزاد قطع شد. من بس چون... که براش هزینه نیفتاد تلویزیون گوش بده. چون امروز فکر می‌کنم یه چالش بزرگی برای تمام تلویزیون‌ها هست. این قاب بزرگی تو خونه ما بود توش، ما داریم اینو به یه جور دیگه نگاه میکنیم، ازش یه توقع دیگه داریم. من فکر میکنم هممون امروز بیشتر توی این گوشیمون هستیم. بله. و این همه رو از همه جلوتره. اتفاقا من امروز یه دونه پست توی توییتر گذاشته بودم که دنیا یه جوری عوض شده که همین اتفاقی که الان توی غزه افتاده و این کانفلیکتی که بین حماس و اسرائیل الان هست، شما در نظر بگیرین که 10 سال 15 سال پیش رویترز و ای پی و خبرگزاری ها تنها سورس خبر بودن. بله. امروز ارتش اسرائیل ویدیوهای خودش رو میذاره بالا، حماس ویدیوهای خودش رو تو کانال خودش میذاره بالا. پس شما دارین این جنگ رو از دید دو تا جنگجو دارین. بله. که با هم دارن میجنگن، از دو طرف قضیه دو طرف روایت میشنوی. بعد جالبتر از اون دارین ویدیوهایی که اسرائیلیایی که ویکتیم این اتفاقانو دارین میبینین رو زمین، رو گراند، اون اتفاقی که براشون میفته، و اونور تو غزه دارین از خود فلسطینی‌ها میبینین و کسی که در غزه هستن چه اتفاقی داره میفته. پس من که الان یه یوزرم دارم تو توییتر نگاه میکنم یا تو اینستاگرام، دارم این کانفلیکت رو از 4 جای مختلف میبینم و خودم تصمیم میگیرم کیو بیشتر ببینم، کیو کمتر ببینم، و دیگه الان نباید وایسم تا ای پی یا رویترز یه ویدیو آپلود بکنه یا اخبار ساعت 10 شروع بشه. ساعت 10 دیگه، من ساعت 10 همه چی رو دیدم. برای اینکه یه جا یکی رو دارم فالو میکنم، یه چیزی دارم فالو میکنم. برای همین دنیا داره عوض میشه، میدیا داره عوض میشه. الان هممون سیاستمدار شدیم تو توییتر، تو اینستاگرام، هممون تاریخ شناس شدیم، هممون یه فکر عقیده‌ای داریم. همه مثلا یاد باشه ما اولا که شروع کرده بودیم 14 سال پیش یه پالیسی داشتیم که همه شرکت رو دارن، که شما خب رو توی هر کارمندات توی صفحه مجازی چجوری باید رفتار کنن. بله. ولی خب این هرچی داریم میگذره یه ذره دیگه اصلا نمیشه اینو کنترل کرد، چون هممون نظر داریم الان و هممون دوست داریم که نظرمون رو پابلیکلی راجبش صحبت بکنیم. و من امروز یه قبول ندارم که شما میتونی نظر نداشته باشی، هیچ کدوم بی‌طرف باشی. همیشه به بچه ها میگم، تو اتاق میارمش میگم که اگه من بهت بگم این دیوار رنگ کن،
تو یه رنگی میکنی من یه رنگی دیگه میکنم، بسیگه به علاقه من داره. من اگه به شما میگم بیاین تدوین بکنین خبرو، امروز یه اتفاقی افتاده در این مکان، تو یه جوری با یه دیدی اونو نگاه میکنی و تدوین میکنی، منم با یه دید دیگه ای نسیسری اشتباه. تا موقعی که ما دروغ نگیم ولی دیدمون فرق میکنه، غیر ممکنه این هم در بیاد. برای همون اینی که امروز بی‌طرفیم و خیلی ها اون بی‌طرفی رو میخوام بگن نه این هیچ کی نه، من باور ندارم. من فکر میکنم هممون اتفاقا یک فکر خصوصی داریم، یک جوری بزرگ شدیم، همه چی با یه دیده به خصوص نگاه میکنیم و این تو کار روزانه‌مون، تو کار زندگیمون قشنگ روشنه. تو لباس پوشیدنمون، تو لباس پوشیدن، تو ماشین همه چی، همه چی. پس از همین گفتن که تو برو تو شبکه مجازی ولی حق نداری طرز فکر خودتو بنویسی. میشه خود چی بنویسی؟ به اتفاقی که گری لینکر افتاد و بی بی سی، خب بنویس، بیا بنویسی مثلا امروز صبح، خب این فکته، خب صحبت من چرا به شبکه مجازی امید اینو به من میگه که همه میدونن منچستر یونایتد 6-6 باخت، ولی خب زاویه تو چیه؟ چرا باخت؟ ضعفش کجا بود؟ چرا این گل رو بعد بازی کرد؟ خوب بازی کرد، بازیکنای ذخیره‌اش تو زمین ولی نه اینو نمیتونی بگی برای اینکه تو داری ساید میگیری. حالا مثلا دارم میگم یه اکسکیوز خیلی استوپری بود ولی دوستا. بله چشم، حتما بریم با خانم سنوبر صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سنوبر جان درود بر شما، رو خط برنامه هستی خانم، شب تارو. سلام عرض میکنم، درود عرض میکنم خدمت امید جان عزیز و جناب آقای عباسی. من یه چیز رو بگم آقای عباسی، شما داریم به پایان مناطق نزدیک میشیم. من که هرگز نمیخوام باور بکنم که این پایان مناطق هست و قطعا نخواهد بود. شما برای من مثل، یعنی بعد از این سه شب که صحبت های شما رو شنیدم، مثل این پازل هایی هستش که میفروشن، مثلا 3000 تیکه 4000 تیکه، من و تو چیده شده شد اون تصویر، پازل ها کنار هم چیده شد. این سه شب شما اون آخرین پازلی بودین که گذاشته شد اونجا و تازه ما دیدیم واو چقدر این تصویر قشنگه، چقدر این منظر زیباست. من خیلی سپاسگزارم که شما این فرصت رو دادید که ما یه حظ دیگه ای از این مناطق ببریم در کنار بانوی زیبا و واقعا یار شما که واقعا باید از مرجان خانم تشکر بکنیم. اما من یه خطاب دیگه دارم، صحبتم با هموطنهای خارج از ایران هست که یه عده دارن میگن حالا بیوفایی دارن میکنن. خب بذاریم این بخشش رو بذاریم کنار، ولی همین هموطنهای ما امثال بچه های خود من و تو بودن که وقتی که اتفاقای پارسال توی ایران میافتاد اونقدر ناراحت بودن که بعضیشون میخواستن بیان ایران و قشنگ آدم احساس میکرد اینا دارن دیوانه میشن از این که از ایران دور هستن و نمیتونن کاری بکنن. امثال بچه های من و تو و امثال این در واقع انسان های معمولی که می خانواده توی ایران دارن و دیدن و دارن میبینن چه اتفاقایی توی ایران میفته و ما زندانی های این بند ایران هستیم، شما در آینده خواهید دید که مردم دوباره دور هم جمع میشن توی پارکی، توی چه میدونم باقی، چه میدونم به جایی میزنن میرخصن، ولی این مثل یک هواخوری هست که یک زندانی رو میبرن هواخوری و دوباره میبرن توی بند. من روی سخنم با تمام هموطنهای عزیز خارج از ایران هست. شما تظاهرات برلین رو رفتین میلیونی انجام دادید. ببینید وقتی که ما از نافرمانی مدنی صحبت میکنیم الزاماً تمام چیزایی که مازیاد به درست گفت و من ممنونم از این شبکه نیست، یکی از نافرمانی های مدنی این هستش که به فرمانی که داره میگه تلویزیون من و تو رو نگاه نکنید بده، اله، بله، فلانه، بیساره، برای بچه های من و تو، برای ریاست، برای این مجموعه دارن شایعات از اول درست کردن تا الان. یک جور نافرمانی مدنی این هستش که ما به اینا گوش، به این فرمان گوش ندیم و این تلویزیون رو نگه داریم. من خواهش میکنم از تمام هموطنان هم ریشه های من که خارج از ایران هستن دست من و تو رو
بگیرن و این در واقع خودشون بخوان که به من و تو ماهیانه این حقشون رو ادا کنن. از طرف من، از طرف منی که خودم سنوبر مادر خدا نور معرفی کردم، از طرف بچه های کشته شده، اونا این حقو به خودشون بدن که ماهیانه یک مبلغی رو بپردازن و این مبلغ قطعا مبلغ بالایی نخواهد بود و اینو دائم بپردازن، چون ما اینجا توی ایران زندانی هستیم. شما وقتی اینو این کارو میکنید دارید به ما این نیرو رو میدین که ما زنده بمونیم برای اینکه یه روز از این زندان بزنیم بیرون. پس خواهش میکنم اگر که این فرصت برای ما بود، ما توی ایران من این حقوق معلمی میزدم، با میل، با عشقم میدادم این کارو. حیف که ما با بانکای جهانی در ارتباط نیستیم. حیف این در واقع خانم سنوبر خیلی میخوام بگم که جا. من امیدوارم که هموطنای ما ببینید. من یه خاطره براتون تعریف کنم، وقتو نگیرم. موقعی که من پارسی خیلی کوتاه اگر میشه دوستایی که پشت خط به پایین برنامه داریم میرسیم، اینو میگم بله، که چشم. یه تلنگر باشه. من داشتم از اون تظاهرات های پارسال میومدم خونه، یه 5-6 تا از نوجوانهایی بودن که با موبایلاشون عکس یا فیلم گرفته بودن. وقتی که میدویم در میریم، هر کدوم یه مجموعه یه جا جمع میشیم. این بچه وقتی که مدد میشدم داشتم فیلماشون رو با هم دیگه تقسیم میکردم، میگفت من این فیلم رو میفرستم برای تو، تو اون فیلم رو میفرستی برای من و تو، پس تو اینو بفرست من و تو. این بچه های نوجوان بودن که رفتن این کارو کردن. لطفا دینتونه به این بچه ها بپردازید. من ازتون خواهش میکنم، ما نمیتونیم چون دستمون کوتاهه. بازم از همه تون و از ستاره این مجموعه تشکر میکنم. سپاسگزارم خانم سنوبر از این همه مهر و توجه. آقا من یه تماس دیگه بگیرم، مهدی از سبزوار رو بگیرم، یواشاش برام رو به پایان که شما هم بیشتر از این اذیت نکنید. 6 صبح اینجا بودی، میدونم خسته ای. مهدی عزیزم روی خط هستی رفیق، از سبزوار صداتو میشنویم. درود امید جان، روی ماهت آقای عباسی عزیز، درود باش. یه خسته نباشید به تمام همکاراتون، دستن در کاران من و تو. آقای عباسی که دیگه اصلا یه جنتلمن واقعی، یعنی اگه تو ایران بود یعنی بدون میدزدیدنش، وزیر ارتباطات میشد، یعنی رئیس صدا و سیما میشد، نه این آدمای نادون و ابلهی که اینجا متاسفانه ما مجبوریم تحملشون کنیم. فقط زنگ زدم تشکر کنم و بگم که من و تو هیچ موقع تموم نمیشه. من و تو دل ماست، دل ما، یعنی روشن، یه چراغ، یه شمعی روشن کردیم که برای همیشه میمونه. آقای عباسی ممنونم ازتون، تشکر میکنم از خودتون و خانومتون و تمام پرسنل من و تو. در همین حد من فقط خواستم تشکر کنم ازتون، ممنونم. مرسی مهدی عزیزم، ممنونم رفیق و سپاسگزارم از همه شما رفقایی که روی خط برنامه های تمام گفتگو کنید و مهرتون رو شامل حال ما کردید. آقا من در خدمت شما هم که به جنبندی برسیم، 7 دقیقه پایان برنامه داریم. تو این فاصله من تلفن نمیگیرم چون میدونم در برابر این همه مهر و محبت دوستان حرفایی برای گفتن دارید. واقعا من نمیدونم چجوری تشکر کنم از بیننده ها. واقعا من، مرجان، همه شماها، اصلا من و تو خیلی شانس آورده که تونسته این ارتباط رو با بیننده ها به وجود بیاره. یه ارتباط عجیب غریبه. خیلی عجیبه. این ارتباط بیننده و تلویزیون اینجوری نباید باشه معمولا. خیلی عجیبه و این نشون میده که این شبکه مال ایرانی بوده، از ایرانی بوده، فکر ایرانی بوده، برای ایرانی بوده، برای ایران بوده، برای ایران آینده بوده که مال ایرانیاست، مال خودمونه، به کسی تعلق نداره. مشخصه این دیگه، ایلا شبکه های دیگه هم هستن. در صورت خیلی شانس آوردیم که تونستیم این کنکشن رو به وجود بیاریم. من واقعا از همه بچه های شبکه از اونام سپاسگزارم. این چند ماه سخت بوده براشون. اتفاقا با مرجان که قبلا خب صحبت میکردیم که همچین اتفاقی بخواد بیفته، ما اینو چجوری باید منیج کنیم، چجوری هندل کنیم. خب من تو گردی
فکر میکردم بچه ها ممکنه نتونن دوام بیارن، ممکنه از نظر روحی براشون سخت باشه، ولی واقعا افتخار میکنن به همشون. نشون میده که ایرانی ها میتونن با همدیگه کارهای واقعا امیزینگ انجام بدن. نشون دادیم، انجام دادیم. روزی که ما شروع کردیم شما اینجا تهیه کننده ایرانی که بتونه بیاد برنامه درست کنه که بودجش 1 میلیون 1.5 میلیون باشه نداشتیم. امروز داریم، زیادم داریم، انجام دادیم. ما برنامه اولیمون رو با خارجی ها درست میکردیم، یاد گرفتیم، به جایی رسید که خارجی ها میخواستن اونا بیان با ما کار کنن. این خیلی مهمه. بله. و من به این افتخار میکنم. من برام خیلی مهم بود که وقتی ایرانی ها سرشون رو بالا نگه دارن تو این استودیو، تو کاری که داریم میکنیم. من حساسیت داشتم، حالا چیز اتفاقی که پشت پرده میافتاد اینجا، اگه یکی بد صحبت میکرد با یه خارجی، بد صحبت میکرد با یه تهیه کننده ایرانی به خاطر اینکه احساس میکرد اون اکسپیرینس نداره، من بیرونش میخواستم بکنم از اینجا. شده، شما بارها پیش اومده، شما خودتون شاهد بودین، دیدین من اصلا تالرید نمیکردم. آقا ایران و ایرانی برات یه اهمیت ویژه و خاصی داره. ما برنامه هارم که خواستیم درست کنیم، من حتی برای همین امید ای ام میکروفون پادکست میخواستم بگیرم، شما گفتی برید بهترین ها رو بگیرید. این اهمیت ها کجا برات میاد؟ چرا اینقدر ایران ایرانی اینقدر برات مهمه؟ خب به خاطر اینکه ما خودمون باید ارزش خودمون رو بالا نگردیم. چرا باید میکروفون ما کمتر باشه؟ چرا هی باید احساس کنیم که ما ضعیفیم، ما نمیتونیم، ما نداریم، کمک کنی؟ نه، خیلی هم خوب، همه کار میتونیم بکنیم. هر کی خواست بیاد جلو، چه خوب، قدم بیاره، ما هم باش با قدم میریم جلو. هر کی نیومد، خب نیومد، اشکالی هم نداره، ولی ما نمیشیم دلمون ناراحت بشیم، یه راه دیگه پیدا میکنیم. این در بسته است در بعدی، در بعدی بسته است در بعدی. چرا وایسیم؟ آینده دست ماست، دست کسی نیست. هیچ کسی به ما نمیاد مجانی در برای ما باز کنه، یه چیزی با مجانی بده، بعد براش تلاش کنیم. خب ما اینجا تلاش کردیم، من فهم میکنم من تو یه راهیه، یه جایی که من خودم رو پیدا کردم. یه شبکه دیگه نیست، یه شبکه تلویزیونی نیست، بیشتر از اونه برای من، بیشتر از اونه فهم برای شما و با چیزی که بیننده ها میشنن، یه چیز بیشتر از اونه و فکر میکنم راهش رو ادامه بدم، راهش رو ادامه میدیم. حالا ممکنه این شکلی نشه، شکلای دیگه، در هر صورت این راه ادامه داره، باید داشته باشه. من دوست دارم از این موقعیت استفاده کنم، هم از مرجان تشکر کنم، از پدرم که اگه به خاطر تلویزیون آزادی نبود و اون تلاشش نبود برای اینکه بخواد یک اون فکری که داشت و انجام بده، اون موقع از سان فرانسیسکو نرفته بود لس آنجلس، شاید من الان اینجا نبودم. از مادرم که همیشه تلویزیون ماهواره رو نگاه میکرد، به من زنگ میزد میگفت NITV الان اینجوری شد، اونجوری شد، و من اصلا آشنا کرد با این داستان و همیشه سپورتر تلویزیون بود. بله. برنامه رو میس نمی کرد، مثل تمام بیننده عزیز که زنگ زدن و گفتن از صبح من تو رو نگاه میکنم. مادر من هم همینطور، مثل همه مادرها که الان میشنن تلویزیون نگاه میکنن، در صورت به اونم ازش مدیونم. برادرم که این همه مثل آخر اسکاره که دیدی موزیک هم حالا میاد، ولی هی داره تشکر میکنن برادرم. و در صورت همه شماها که خانمی که زنگ زدن گفتن که یه تصویری بود من و تو. همیشه هم یاد باشه تو این تولدا من یه سپیچ که میدم، بله، راجبه اون پازل صحبت میکنه. همیشه به ما این مثال زد، یعنی شما یه پازل که میخری یه عکس روش و این چیزای کوچیکه که این عکس رو درست میکنه. بل. دیگه من تو این پازلاش همه شماهایی، تمام بچه‌هایی که هم الان امروز با من هستین، بچه‌هایی که از روز اول با ما بودن امروز با ما دیگه نیستن، حالا جای دیگه هستن، در صد همه کمک کردیم که ما این تصویر رو درست کردیم. این کار مال یه نفر نبوده، همه جمعی بوده. کسایی که پشت دوربین، تو میدونی کسایی هستن اینجا که واقعا تلاش میکنن و اصلا شاید اسمشون جایی نیست، از اونا هم تشکر کنیم. درسته. که اونا هم زحمت میکشن. در صورت امروز اگه من اینجا نشستم، یه تیم ورک بزرگ بوده، من نبودم، شما نبودی، هممون با هم بودیم، ما بودیم
و فکر میکنم این بعد یه درسی برای هممون باشه برای آینده که بدونیم ما میتونیم، انجام دادیم، انجام هم میدیم. ایرانی میتونه، ایرانی میتونه، معلومه میتونه، خیلی از همه بهتر میتونه بکنه، باور کنیم میتونیم. چرا نمیتونیم؟ کم از هیچ کی نداریم، فقط بعد باور داشته باشیم، مشکلامون رو حل بکنیم، بریم جلو پله پله و خوشبین باشیم با آینده. من که خوشبینم، من میدونم راه دیگه ای نیست. یه دوستی گفت چی؟ گفتم با آینده خوشبینی؟ گفت خب آره. امیدواری؟ گفت آره. امیدوار بودن مجانیه، همه باید امیدوار باشیم، هزینه برش نباید، هزینه نداریم. پس من واقعا امیدوارم، حتی از اونم بیشتر. فکر میکنم روزای خوبی در آینده در راهه. بسیار خیلی ممنونم آقا، حضور پیدا کردی تو این برنامه، دعوتمو پذیرفتی. مرسی. با تمام خستگی ها. مرسی. و امیدوارم یه راهی پیدا بشه که من در کنار شما در یک قاب باز هم بتونم امیدوارم این لذت رو تجربه بکنم. ممکنه اگه من خیلی خوشم بیاد هر شب خودم میخوام میام بشه کیوان ای ام. کیوان ای ام. ولی مرسی واقعا از زحماتی که این مدت کشیدی. هر شب سخت بوده، این تلفن رو گرفتی، همدم بودی با مردم توی این روزای سختی که داشتیم. حالا من بیشتر شباش بودم پلو توی اتاق فرمان. خیلی ممنون ازت. انجام وظیفه بوده. امیدوارم که همین چیزی که 14 سال کارهای خیلی خلاق، جذاب، متفاوت کردیم، 14 سال دیگه کارهای دیوانه کنند امیزین تر انجام. منم از طرف بچه های من و تو، تمام همکاران، چه پشت دوربین چه جلوی دوربین، این وظیفه رو دارم که از شما و مرجان خانوم برای تمام حمایت ها، گذشت ها، چشم پوشی روی خطاها و فرصت هایی که بهمون دادید تشکر بکنم. شما فضا رو فراهم کردید تا امروز ما این جایی که وایسادیم بتونیم وایسیم. خیلی ازتون سپاسگزارم. خیلی ممنون. و خیلی سپاسگزارم از شما رفقا و همراهان همیشگی که ما رو برای تماشا انتخاب کردید و زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید. تا درودی دیگر، بدرود. و فراموش نکنید رفقا، ما جز هم هیچ کس رو نداریم، پس دست همو بگیرید و ول نکنید. و امیرعلی الان اینجا وایستاده، میگه بیاید اینستاگرام. امیرعلی میگه تشریف بیارید روی اینستاگرام من و تو، مثل این که لایف دارن. آقا چه خواهد در آخرین روز پخش تلویزیونی من و تو 11 بهمن